فکر کنم خوبه دیگه، شالت این دفعه دیگه از ما چیز نمیاد. شما مهمی، من خیلی مهم نیستم. اختیار دارید. فکر کنم تو اون کادری که هستی زده نوری، ولی خب مهم نیست. تو اون کادر زده نورم، آره اوکیه، ولی من خیلی مهم نیست. آقا، اینو جدی بهت میگم. دفترچه من سوال ها معمولا این تو میستم، چون کوچیک و اینا. من با هر کسی مصاحبه کردم تو این دفترچه بوده فوت کرده بعدش. به خاطر این امروز اومدم نوشته ها بودم تو یکی دفترچه که خدای نکرده اتفاق واسه نه نه اختیار داری. خیلی ممنون. چقدر دیگه داریم؟ تا خونه یه ده دقیقه. ده دقیقه؟ ده دقیقه از این مسیر کوتاه‌تر داریم بیریم. آقا خیلی مخلصیم. مخلص؟ چاکریم. در خدمت هستم. خدمت از ماست. ببین من خیلی چیز نیستم. تو معمولا توی این ویدیوها دوست دارم که به هر حال مخاطب من بیشتر تو ایران هستند و میره دیگه غم و غصه و اینا زیاد اونجا و دوست ندارم که اصلا انرژی خودم وقتی کمه معمولا نمیرم سمت ویدیو و به خاطر اینکه به اونا ناامیدی ندم. ولی جدیدن رو ببین واقعا هر مکالمه یا من گوش میدم دیگه حال نمیده. هر سازی رو که گوش میدی بد آهنگه. ببین هر کاری که میکنی بد آهنگه. توی این چند هفته گذشته که داشتیم صحبت میکنیم با هم دیگه که این کارو بکنیم خیلی اکسایتد شدم که شاید یه گفتگویی بشه که باحال باشه، از اون حال خوب با آدم بده، صداقت با آدم بده، هر چیزی که هستش توش باشه. و خیلی دمت گرمه که مخلصی. وقت گذاشتی. خیلی ممنونم ازت. خوب بشه. میدونم که حالا این صحبتی هم که خود کردی بیشتر دوست داری با رسانه‌های مستقل‌تر صحبت کنی و اینا. این مصاحبه یه خود ممکنه که سخت باشه، زیاد ممکنه که آن کامفورتبل نباشه. من دوست ندارم که یه جایی شما رو ببرم که کامفورتبل باش نیستی و اینا، ولی همون اندازه هم دوست دارم که صداقت توش باشه. یعنی همیشه من تلاشم این بوده که صادقانه باشم تو کار خودم و دوست دارم اونجا بریم. میدونی هر چقدرم که آن کامفورتبل بود و اینا میدونم که داری خودت، به خاطر این خیلی نگران اون نه در خدمتیم. آره اگر چیزی بود فوقش اعلام بکنیم، ولی در خدمتیم. آره قبل از اینکه شروع کنم حالا دوست دوباره به قول امریکایی‌ها there's a big elephant in the room. خب یه فیل گنده‌ای هستش که من اگه بخوام الان دوای موسیقی با شما صحبت کنم همه میگن که واسه اون قضیه چی شد. ببین یه اتفاقی واسه شما افتاد خب توی چند سال گذشته و ما که مخاطب بودیم از بیرون بهش نگاه کردیم هر کدوم یه سری برداشت داشتیم نسبت بهش. من دوست دارم که از زمان خودت واقعا بشنوم که چه اتفاقی افتاد، بعد لابلاش یه سری سوال دارم ازت در مورد اون قضایی ها که بخوای توضیحش بدی. اینا اصلا از چی شروع شد؟ چرا شروع شد این قضیه؟ چه چیزی پشتش؟ آره ببین همون موقع هم که این سرصدا در اومد یه خانمی که در واقع سمت وکیل ما رو داشت رفت و در رسانه رسمی در وی او ای توضیحات رو داد و ولی خب آدم ها اگر دلش رو بخواد چیزایی رو نشنوند نمیشنوند. و شما فکر رو بکن همین الان هم که من در حضور تو نشستم هنوز که هنوزه از هر چند تا اجرامون ممکنه یکی دوتاش پیش بیاد که آدم ها دوباره ایمیل بزنن به سالن و شکایت کنن و فلان و هیچ کس هم از خودش نمیپرسه که آقا این بر اساس چیه؟ یعنی کجا این آدم به چی محکوم شد؟ چه اتفاقی کجا چی ثابت شد؟ کی اومد حرف زد فلان؟ و به طرز احمقانه ای از یه سری شایعه ناخواسته به قول
انگلیسی unwanted gossips، یه سری هی موضوع به همون یک کلاغ شد، کلاغ شد، در همدیگه پیچید و الان بسیار از این آدم هایی که در حالا در جبهه مقابل هستن براشون فکت مسلمه، یعنی اصلا شک ندارن که همه چی رو میدونن و با یه آدم در واقع نااهلی طرفن و دقیقا کاری هم که دارن میکنن مصداق کاری که جمهوری اسلامی میتونست با هر موزیسیانی از جمله من بکنه، یعنی از بین بردن آزادی بیان، یعنی که تو حرف نزن. حالا بنده موضوعهای سیاسی اجتماعی مونم تا اندازه مشخصه، من همش از این حرف میزنم که ما باید به کل لجن نگاه بکنیم، نه دنبال راه حل مقطعی باشیم که آیا الان جمهوری اسلامی ظالمه، بپریم تو بغل پسری بابایی و بگیم آه الان دیگه این ما رو نجات میده. و بعد جالبه که آدمایی هم که تا خرخره نون جمهوری اسلامی رو خوردن این ور که میان سریع میفتن وکالت میدن و فلان میکنن و پرچم دست میگیرن و همه حرف تو اینه که آقا نه سفید رو ببین نه سیاه رو ببین، یه لحظه باشه به خاکستری نگاه کن، ولی خب محکومه به خفه شدنی، به شکستی، به طرد شدنی، به انزوا و بدنامی و غیره، که دیگه ما هم کم کم داریم باش، یعنی کم کم که دیگه تنها خیلی داره ازش میگذره و دارم کنار میام، فکر کن دو سه سالم از موضوع گذشته و تنها چیزی که حالا به ویژه بعد از این اتفاق خیلی خیلی مثبتی که تو زندگی شخصی من افتاده، حضور یه آدم حسابی در کنارم، در نهایت بی نتیجه میشه که سکوت کنی و بذاری بگذره دیگه همه بحرانا. اما اگر بخوام خودم سری روایت بکنم اینه که در سال 2013 من سر تمرینات آقای بیضایی بودیم، من خونه زندگی نیویورک بود ولی من یه دو ماهی رفته بودم کالیفرنیا و بعد از اجرای کنسرت خانم مامک خادم بود و یه عده آدمم چیز بودن، بعد از کنسرت اومدن اصلا توی بار نشستن و به مشروب خوردن و ما بودیم و بعد بار بعدی و بار بعدی و کم کم به قول من سرها داغ شد و همه مست بودیم و اینها و من اشتباها یه جایی رفتم که نباید میرفتم، یعنی خطا از بنده بود، حالا چه به عنوان انسان اون زمان متأهل چه اصلا به عنوان یه آدمی که بالاخره یه موقعیت اجتماعی داره باید حواسش باشه با کی نشست و برخواست میکنه و تصمیم احمقانه بود دیگه. من به دعوت دوتا آدم وارد یه خونه شدم و بعدم حالا اون دوتا آدم هم البته مثل خود بنده مست بودن و بعدش هم که دیگه پیشنهادهایی بابت نرم روپات بشینم و فلان کنم، همه چیزهایی که میتونه برای هر آدمی پیش بیاد و بدیهیه که هیچ مردی، تمام این مردایی که الان انکار میکنن و یه دفعه طرفدار حقوق زنان شدن، برای همهشون، برای تک تکشون، اصلا من موزیسین میتونم اسم ببرم که 10 برابر بدتر از این براش اتفاق افتاده و واقعا در حد یه سری شوخی ساده، شوخی های لفظی و کشواکش ساده در این حد مثلا خیلی خیلی مختصر و چیپ و بعد طرف این که خب شما وقتی که از یه آدمی 45 دقیقه نصفی شیشه مشروب رو پایت رو تمام میکنه تو نمیتونی انتظار داشته که بعدش قرار دعای توسل بخونیم دیگه، یعنی هر آدمی انتظار داره که خب یه قرار یه هپی اندینگ داشته باشه احتمالا، ولی خب از یه جایی بعدم تو نشانه ها رو میگیری که نه همچنین میلی هم وجود نداره، این همه همون بیماری روانی مذکر و مؤنث فرهنگ ماست و که بعدم ادعاشون میشه چون یه موبایل دستشون میگیرن و دانشگاه ییل میرن و دوتا توییت میزنن نومیز نورا میندازن، در حالی که هر مرد ایرانی اینو میدونه که در زندگیش نومیز هزار تا چیز رو تجربه کرد. برسات اون شب هم یکی از همین چیزا بود و خطای من بود قطعا، من اصلا نباید وارد اون خونه میشدم، ولی به هر حال موضوع اینه که موضوع به این صورت تموم شد که من همون شب اونجا خوابیدم و فردا صبحش هم دیدم که با برخورد سردی مواجهم، گویا مثل این که مثلا حرف بدی از دهن من در رفته یا رفتار زشتی بوده هر چیزی، عذرخواهی کردم و ولی همون لحظه اون آدم چیز کرد که نه من پدرت رو در میارم فلان. حالا جالبه که اونا بعدن اون زمان شد 2013 شروع کردن در همون منطقه شمال کالیفرنیا توی کامیونیتی آبروزی کردن و هر کسی هم که اینا موضوع رو براش تعریف میکردن جوابش این بوده که خب چرا زنگ نزدین پلیس اگر که چیز بود، که اینا
با این موضوع مواجه میشدن که مثل اینکه مثلا دقیقا کرم خود درخت یه همچین چیزی مثلا با همچین چیزی مواجه شده بود. بعدش هم که خب از طرف من به گوش رسید که من پیگیر وکیل هستم که اینو به عنوان عادی حیثیت پیگیری حقوقی بکنم و فلان اینا، قضیه تموم شد. تموم شد البته با عذرخواهی، و حالا اون زمان کسی که با من زندگی میکرد اصلا باهاشون حرف زد، به عنوان یه زن ازشون عذرخواهی کرد و اصلا هر چی که بوده و نبوده. و بعد جالبه که خود اونا چیز کرده بودن که نه اینا مردم بزرگش میکنن و اصلا چیزی نبوده و تموم کنیم بره. تموم شد رفت. 7 سال گذشت و بعد اون آدم ها مثلا خانوادش حتی کنسرت های ما اومدن، مثلا ما تو منطقه 10 بار رفتیم اومدیم، دوستان آشنایان یعنی. ولی مثل اینکه یه آتش زیر خاکستری بوده و مثلا حالا یه آدمی در زندگیش 7 سال گذشته در روابط شخصی شکست خورده، در تمرینای تئاتر شکست خورده، کلا به عنوان یه مهاجر موفقی نبوده و حالا اون آقا داره هر سال کار میکنه و زندگی میکنه و کتاب مینویسه و سفر میره و تور میذاره و فلان و همان. حالا ما بعد یه جوری تاوان اینو انتظارم باید پس بود. یعنی بعد از 7 سال دوباره اومدن که اصلا بیای خیرش رو بگیریم دوباره. جنبش میتوی فلان که راف میفته، طرف میاد یه ایمیل میزنه، یه وقتی توییت میزنه و بعد توییت رو که میزنه دوربریای من میگن آقا طرف اولین توییتی که داره میزنه داره دروغ میگه توش، یعنی داره میگه ما اینو بیرون کردیم در حالی که اصلا هیچ چیزی نبوده اونجا، شب مثل آدم خوابیدیم صبحش باشتیم رفتیم. پس اینا آدم هایی هن که یه سری وکیل مکید پشت سرشونه و قضیه زیراب، قضیه ستاپه. پس بهتره که زیر بار نریم، یعنی اگر که ما مثلا حتی ادمیت بکنیم که همچین چیزی وجود داشته و فلان اینا، اینا همینو میگیرن میبرن دار. خب تو جای خوبی هستی، این به خاطر همین اینقدر دافعانه بود. چون اون چیزی که من از اون طرف دیدم، آره، توضیحش بدم، این بودش که من اگه یه کسی بیاد به من تهمتی بزنه و بگه که این اتفاق افتاده، منم تقریبا همون کار رو انجام میدم. خیلی دافعانه است واسه من که همچین چیزی، یا ولش میکنم اصلا، میگم که دیوونه از طرف اصلا، من که طلاک پاکه اصلا. دقیقا. این شکلیه. ولی اون چیزی که من از این طرف دیدم که یه بذار بگم که گلگی ازت دارم، دو تا قضیه اتفاق افتاد. یکی این که اون چیزی که من دیدم، یه شما اومدی یه اولی پیامی دادی بیرون که همچین چیزی نیست، بعد چندین بار خانم وکیل اومدن ویدیو دادن بیرون به این. نه بین اینا 6 ماه فاصله بود البته. درسته. من اول سپتامبر 2020 که اول اصلا این هشتگ می تو ایران راه افتاده بود، گفتم آقا این موضوع نیست. و ببین بعداً به هر کسی هم که میگفتم، آدما از من میپرسن چرا نیومدی مثل محسن نامجوی کول که همه چی رو با مخاطبش در میون میذاره، همه چی رو بگی. بعد من گفتم آقا اینجا شما با یه پابلیک فیگور بالاخره، حالا ما هر چه تواضع میکنیم اینا، کی میاد راجع به جزئیات زندگی شخصیش حرف بزنه؟ دوم طرف منتظر اینه که من اینو ادمیت بکنم و بعد همینو بعد رو بگیره ببره دادگاه و بعد اینو که آدما میشنن آها راست میگه، خوب شد پس نگفت. یعنی علت اون انکار اولیه این بود. به هر حال این خیر ما رو چسبید و البته میگم معقول ترین کار در برابر یه همچین آدمایی به طور کلی سکوت بود. ولی خب من مشاورای خوبی نداشتم متاسفانه، و آدمایی هم که امین و کسایی بودن که من تو زندگیم بهشون گوش کردم و بد ندیدم، اون متاسفانه اون ایام دوربرم نبودن. از جمله اینکه مثلا برادر خودم حمید به خاطر همون کتابش تو جمهوری اسلامی رفته بود اوین و زندان بود و اصلا نبود دوربر. قضیه 6 ماه گذشت و ما حالا یک دو تا کار با بی بی سی کرده بودیم، فیلم برداری کرده بودن، اونا پخش شد و رسید به دسامبر 2020 و بعد 2021 شروع شد. ما رفتیم تلویزیون یا دعوت کردن برای برنامه موسیقی دوستمون خان، اینا مجرای برنامه بودن. بیچاره اونا من خیلی شرمنده شدم به خاطر من فوش خودن هم بیچاره خیلی اونا آدم شریف بیهاشیه کار خودشونو کردن در زندگی و حالا چرا شما فلانی رو دعوت کردین یا چرا باش ساز زدین، مجبور شدن به خاطر من فوش وضعیت بشنون که حالا من از اونام چند بار عذرخواهی کردم. به هر حال این وسط دو تا خانم بی ربط به ماجرا، یعنی اصلا این الان دارم میگم، یه نفری به اسم اکانت ناشناس اومده گفته ما همچین مسئله‌ای بوده 2013 تموم شده رفته، اون دیگه تموم شده و حالا ما به صد طریق، یعنی یک کس دیگه هم بود یا نه دارم میگم اون خانمی که 2013 کار کرده بود، ما تو این فاصله هم به صد طریق بهش پیغام دادیم که آقا چی میخوای تو، بیا ما ازت عذرخواهی کنیم جلو دوربین، همین الان همین دوربینی که اینجا هست بیا ما صاف اصلا تو اسکایپ کن، ایران بود مثل که ایران یا آمریکا نه،
و نه یعنی اصلا این نمیدونم یه جوری جنون، این مریضی که ما فقط یه آدمی با یه اکانت ناشناس بشینه و رو اسپند رو آتیش بکنه یه آدم حالا شناخته شده رو و لذت ببرن، لذت سادیستیک از این موضوع ببرن. و بین بیش نتیجه نرسیدیم دیگه، یعنی هیچ ارتباطی به وجود نیومد. و جالبه که میگم مثلا بعدا خواهر خودمون طرف مثلا تو نیویورک بودم، من با اونا پیغام دادم آقا بیاین بشینیم حرف بزنیم فلان کنیم، ولی میلی وجود نداشت. به هر حال تو این وسط خب این موضوع میپیچه و اینا، و دو تا خانومی که حالا بذار دیگه اینجا اسم ببرم، یکیشون یه دختری هست میخوای این کارو بکنیم؟ چون وقتی که من باید به اونا هم وقت بدم که بیان صحبت کنن اگه بخوام اسم ببریم. خب من میل خودشون میگم به هر حال همه میدونن کیه، ولی یه خانومی که یکی دو بار ما ایمیل زده بود که با هم دیگه کار بکنیم و فلان اینا، ما هم به تو گفتیم خب تو کار نمی‌کنی که همش دنباله کمپین سیاسی آواز زنان و فلان از این حرفا، مثلا تو الان مهاجرت کردی یه نوت بلدی، یه قطعه خوندی، یه کار کردی، یه آلبوم نه یه سانگ دادی بیرون یه فلان، خوبش بر. و دیگه ولی همچنین یه خانم دیگه که اونو که دیگه اصلا من نمی‌شناختم، گویا کار رپ می‌کرد و اینها، اینا به این تلویزیون تو بودن که اگر فلانی بیاد ما نمیایم. بعد خب بدیهی بود که دستم در کارهای اون برنامه هم مثل دوستان ما که برنامه میگفتن خب آقا مثل اینکه ما ابی و هایدر یه جایی برای یه برنامه دعوت کنیم، به محسن بگیم، محسن میگه اگه ابی باشه من نمیام، خب میگن جهنم نمیاد دیگه مثلا، یه هم چیز آدم باید جایگاه خودشو بدونه. آها اون صدایی که بسته اومد شما گفته بودی که یک روز من به اندازه من به اون دو نفر بودم، من در آره من خطابم به اون دو نفر بود. حالا ما در کل ایران فکر کردن که منظورشون آره همه ایران بهشون برخورد که ما وقتمون خیلی مفیدتر از نامجو و نامجو ما، ولی خودت واقعا اون شکلی قربون شکلت من فکر کنم از کات بیرون بشه من ببینم بشه همونجوری که نشسته بودی. نه اوکی آره، ولی حضور دست شد که یه چیز دیگه من خدمت بگم، آزو من الان که سوال کردی ولی اون شکلی نگاه میکنی واقعا زندگی؟ چون اون موقع یه زده تو ماچ بود که مثلا آدم تو عصبانیت همه چی میگه، دومی که اینم بگم بذار من سریع بگم خدمت جان. این موضوع که رو شد و اون برنامه ما از امبسی پرژیا پخش شد و اینا هم پیگیر بودن و ایمیل میزدن و فلان و بهمان اینها، رسید به این که دیگه کلاب هاست هم تازه راه افتاده بود و ماهی به گوش من میرسید که اتاق را میندازن و فلان. و دوست حالا به ظاهر دوست قدیمی ما آقای ایشون به من چیز کرد که آقا بیا یه اتاقی بزنیم، اول که راجع به شعر صحبت کن، ولی بعد اینجور که اصلا بیا از خودت دفاع کن. و من هم گفتم که آقا البته اول بعدا خودش گفت که نه الان صلاح نیست این کارو بکنی. این بین من و اون یه بحثی شکل گرفت در نقد این جنبش. داشتیم حرف همو تایید میکردیم. یه سری اون مینوشت آره اینا چهار تا ریش سفید بعد بیان جلو، منم گفتم آره بابا مثلا یه آدم حسابی تو اینا نیست، مثلا یه سال جنبش رو انداختن حق یه زن تو ایران نگرفتن، اینا همش مسخره بازیه فلان و امان. و یه شبی شد که من تو همینجا نشسته بودم و هیجان زده هم بودم، شروع کردم هی تکس دیگه دیدم جواب نمیده، صوت گذاشتم رو تلفن دوستم. صبح شما تماس گرفت که این تلفن خانممه، شماره خانممه و این من شماره خودم اینه، من از دیروز با شماره اون با تو در تماس بودم. بعد صوت های ما رفت تو تلفن یه آدم دیگه، دو تا صوت 22 دقیقه‌ای که میشه 44 5 دقیقه و اونا رو من دارم. و اون 44-5 دقیقه حالا نگو یه دست یه سری آدمی افتاده، از جمله یه خانمی که من اسمش نمیدونم، کسی که مادر صفحه و اینا دارن اون 45 دقیقه رو ادیت میکنن که از توش 17 دقیقه در اومد، که حالا من دارم اونجا میگم خانم فلانی و فلانی، من صد خطاب به همون دو نفر آقا من صد تاشر دارم کار میکنم توی مثلا توی خونه که نشستم و فلان، و شما با یه آدمی طرف نیستین مثل اون پسره که قرص مینداخته تو مشروب آدما و دخترها رو بزنید، شما با یه آدم مثلا منحرف که طرف نیستین، آقا یه موضوعی باید بیا راجبش صحبت بکنید فلان، من شما دارین وقت منو میگیرین، دارین تمرکز منو میگیرین، وقت من مفید میگذره اینجوری اینجوری اینجوری. اون ادیت شده بود که آره یک ساعت من از فلان عد. البته من همین الان شما 5 تا مصاحبه اینجوری هم بذاری، آدمی که بخواد برداشت خودش بله بله اون که مهم نیست، نه اون اولش گفتم صداقت شما مهمه. آره ولی به هر حال برداشت آدم اوکیه، قضیه اینه که آخه کدوم آدم ابلهی است که بخواد
اصلا گیرم که من مفیدترین انسان، مگه پروفسور هشترودی، مگه مثلا دکتر حسابی، یا مگه مثلا عزت الله فولادوندی، یا مگه چه خبره؟ یه آدمی هستی چهار تا علاقه داری راجع به شعر و ادبیات و موسیقی و کار میکنی تو خونه خودت. کدوم چقدر باید آدم ابله باشه که همچین ادعایی بکنه که من وقتم از همه مفیدتر میگذره. و دیگه هر کارم کردیم فایلی نداشت دیگه، یعنی این موضوع در اومد و اصلا این فایل صوتی رو به مثابه این گرفتن که مدرک گیر آوردیم که اصلا ببینید این آدم مغرور است و این آدم فلان است و بهمان. حالا ما تو اون فایل صوتی حتی ادیت شده، ببین اگر یه زمانی محمد جان دنیا به عقب برگرده، من بابت اون ویدیوهای عذرخواهیم پشیمونم، ولی بابت اون فایل صوتی پشیمون نیستم. چرا؟ برای که هیچ الان همین الان گوش کنم، چه ادیت شدهش و چه ادیت نشده، کدوم حرف ناحسابی من توش زدم، چی شد سرنوشت این آدم ها، چی شد؟ گفتم شما این جنبشتون به جایی نمیسه، الان به جایی رسید، چیکار کردن؟ یکیشون که لخ شد جنبش سر میتو، بله سر سر ماجرای مهسا لخ شد و یه دفعه افتاد دنبال اینکه من کار اقامتش آره جور بشه، اون یکی فلان شد و چه کار کردن؟ اون یکی خانمی که رئیسشون بود تو آلمان، مادر بزرگ لزبیان، ایشون بعد از ماجرای نیکا شاکره میگه دختر لزبیه. آخه آدم بی شرف، تو به این فکر نمی‌کنی خانواده اون داغ دارن؟ تو به یه همچی آدمای طرفی اصلا چیزی هم بگم، دشمن من ببخشید، دشمن من یعنی یکی از شانسایی که من آوردم، ببخشید این حرف خیلی هم تو اینا، دشمن من ابله بود. یعنی اگر اینا با همین، اگر میخواد، چون نامرد که بودن، یعنی انگیزه نامردی رو داشتن، اگر کمی خودشون ظاهر و صلاح حداقل بودن، نمیگم باطن و صلاح، میتونستن برای همیشه منو در نظر مردم خوار و خفیف کنن، ولی اینقدر خودشون رذل و سوتی بده و بدنام بودن که مردم گفتن آقا سه سال گذشت، کو یه مدرکم که علی فلانی نیبودین، الان میبینی کنسرت های مادر آدم ها میان و میرن و فلان. من از خودم دفاع من خود اون دشمن های ابله بودن. بگذاریم این موضوع که پیش اومد یه هفته قبل از اینکه من بخوام، حالا متاسفانه من نمیتونم تو این ویدیو نقدی بکنم به خاطر اینکه تا آخر اون من خوبیاش یادم نمیره، بالاخره دستیار من بوده، ذاتاً آدم شریفیه و پیگیر خدمتگزار کاریه که داره انجام میده و فلان، ولی ترسو بود، خیلی ترسیده بود، بدجور ترسیده بود و فکر میکرد مثلا این چهار نفر که توییت میزنن اینا الان ممکنه پس بیان در این خونه رو بزنن و بیان تو و ما رو بگیرن ببرن زندان مثلا. و نشست زیر پای من شدید که آقا بیا ویدئوی عذرخواهی بده. حالا قبل از اینکه من بخوام خام بشم توسط من ویدئوی عذرخواهی بدم، دیدم که همین آدمایی که اسمشون در اومد یکی اون یکی اینا به من تماس میگیرن، واسه چند ویدئوی عذرخواهی کی در میاد، دقیقاً ساعت میخوان بدونن. در این فاصله ما گفتیم یه وکیل خانم بگیریم، یعنی متن ویدئوی عذرخواهیمون رو با یه وکیل زن چیز کنیم. اون وکیل زنم یه خانم بود به اسم که الان در سان فرانسیسکو ان شاءالله که شهردار بشه، با جاهای بالا بالا برسه. خود این آدم در حضور یه سری از دوستان کالیفرنیا تو خونه جوری همه گفت که آقا عروس رو میخوان و بگن بله، سه بار طول میکشه جواب بده، نومیز نو یعنی چی، چرت و پرتا یعنی چی، حب شوخی و چیز که بگذاریم، حالا اینا همه رو زد زیرش. این خانم شد وکیل من به مدت 2 روز. متن عذرخواهی منو من دادم دست وکیلم و وکیلم به همه اون فمینیستا اینو داده بود، یعنی جاسوس دو جانبه بود اون خانم. و از طریق اون خانم اینا میدونستن که من کی قراره متن عذرخواهی ویدئوی عذرخواهی در بیاد. به فاصله چند ساعت بعدش اون فایل صوتی رو ادیت کردم و دادم بیرون. در مجموع ببین، بذار به جای که ببخشید این واژه رو به کار میبرم، جلوی دوربین تو چسناله بکنم و به قول این فیلر رو میخوام بذارمش کنار و بریم سر بحث‌های دیگه، همه این حرفایی که من دارم میزنم توجیهی برای خطای بنده نیست. من قبول دارم که به عنوان یک سلبریتی میتونستم برخورد بهتری با رسانه‌ها، با مخاطب، با دوستان دور و نزدیک داشته باشم. بنده بله، بنده به واسطه اینکه خودم میدونم برای این کار و برای موزیک و برای شعر و بعد حالا اگه دلت خواست میتونی تو گزارشت ببینید تو این تو هم تو همین یه ساله چه چیزایی نوشتم و چه کارهایی داریم میکنیم و چه کارهای آماده چاپه. دماغ بالا بودم و این طبیعیه که ضربه میزنه، یعنی یه جوون سرتق مشهدی که اینا میبینن
برای کتاب خونیش بیشتر از کنسرت بقیه آدم جمع میشه، سالی دوتا آلبوم میده و این بر کار میکنه اون بر کار میکنه و فلان، و بعد هم دوربینش از کنسرت پرت میکنی بیرون، اون یکی آقا از نشریه من رسانه زنگ میزنه فش فضیحت بشونی تو بی خود کردی شماره منو گیر آوردی فلان. هی با آدم ها از موضع بالا برخورد بکنی، یه جایی بالاخره این میل در آدم ها شکل میری که شاخشو بشکنن دیگه. و در واقع میشه گفت که یک تلاشی برای شکستن شاخ بود و این تقصیر رو از بنده مرتفع نمیکنه. یعنی من قبول دارم بابت اینکه در خود ایدئالی با آدم ها نداشتم، ولی بازم دارم جلو دوربین تو میگم، من تو فایل صوتی هم به روح مادرم قسم خوردم که آمدش. بازم قسم میخورم به روی مادرم که کل این ماجرا از بیخ شایعه بود و افتضاح بود و دروغ محض بود، دروغ محض بود و همش ستاپ بود برای به زمین زدن یه آدمی، حالا نمیدونم با چه انگیزه هایی. بالاخره حالا ما چهار چیزم علیه پهلوی و فلان و بهمان گفتیم و اینا، ولی این آدمایی که ازشون اسم بردم، خب بذار بگم همین الان، همه‌شون رو به فاصله یک ماه از ماجراها که گذشته بود در قلبم بخشیدم. حتی به بعضی‌هاشون، از جمله همین دوست موزیسیانمون که میگیم، تکست دادم و گفتم آقا ما تو رو بخشیدیم، اگرم بوده نبوده هرچی بود. ولی دو سه نفر هستن که تا آخر عمر نمیتونم ببخشنشون و نمیدونم من اگه یه جایی باشون برخورد کنم چی اتفاقی میفته. واقعا دست خودم نیست، یعنی ممکنه جسمم در کنترل خودم نباشه. دو سه تا از دوستان نزدیک و یکی دو نفر از اهالی رسانه. حالا اون خانوما و اون کسی که مثلا فکر کنم خانمه رفته تو کنسرت هلند ما، می‌خواسته بره تو تلویزیون معروف بشه، تو کنسرت گذار ما گفته مثلا چون اگه میشه بزن این مودریتور برنامه بشه، برنامه تو اعلام کنه مردم ببیننش بهش رأی بدن فهم. بس بفهم. بعد ما قبل از برنامه، حالا بگذاریم که روابط و فلان اینا که ما گناه کسی رو نمی‌شوریم، ما یه کلمه گفتیم چرا چون خوشتیپی خوشبویی فلان و همین، و بعد بیاد جلو دوربین رسانه بشینه به من نزدیک شد، گریه پایان باز مثل استاد فرادی، چی؟ خب نزدیک شد چی؟ چه کار کرد؟ ولی گریه کنه که اون گریهش بشه تقدس، میدونی؟ مثلا یک از ایرادا کرده بودن من نه من چیزی بله داد جلوی دوربین خانم که اونم رد شد. حالا با چهره واقعی نامجا، چهره واقعی تو رو کی میخواد بشناسه خانم؟ میخوای بگیم تو چه کاره بودی تو ایران، با کی بودی، چی کار بودی فلان اینا؟ خب اصلا زن حسابی تو خود من که اینجا تو این شهرم، تو همه کاری که تو الان بخوای بکنی، تو نمیتونی با منم یه مصاحبه بگیری، حرف منم بشنوی؟ تو اصلا به این دقت کن محمد، هیچ کس از محسن نامجو هیچی ثبت نشده. بله الان بهش میرسیم اونو، یعنی همه حرف زدن، یعنی یک جا در اون ماجرا یه نفر یک خط جمله از ما ثبت نشده هیچ جا، همه راجع به خودشون حرف زدن در کلاب هاست، بگیر تو بریدن و دختن. آقا یه خب چی میگی یارو خودش اصلا؟ ببین یه چیزی بگو بعد بگیم خواهی تو سر دروغ میگی، ولی هیچ. یکی این موضوع که فایل صوتی یه رسته من کاتت کنم ببخشید، چون هم نگران این دور بینم هم این که یه نه اون که داره میره درست اون دور سفر موسیقی فکر کنم پرده رو بکشیم پایین، چون من نگران اون نورم، هرچند که بیرون زیباست واقعا. برو بریم الان. این شکلی که میشستی چجوری بود؟ همونجا که نشسته بودی؟ اوکی اون شکلت، من گفتم این سر صدا میکنه، من زیاد نمیدارم به هر حال سر داشته نپیشه، بذار اینم یه اوکی. دومی که من اینو بگم دیگه بعد دیگه بریم سر سوال یا هر بس که این که این کات کردیم به خدا دور به چیز کردیم. نه خواستم این که در هر کشوری طبق هر مرجع قضایی بیرون دادن صحبت خصوصی یه نفر جرمه، مستاق جرمه و هیچ کس به این موضوع اشاره کرد در کل آدم ها، از اونی که توییت میزد تا اونی که تو رسانه، این مستاق جرمه. همین الانش هم من جلوی دوربین تو دارم میگم هر کدوم اینا دوباره برای کنسرت های من نامه بزنن به فلان سالن، من پول ندارم از کسی شکایت کنم، پول میخواد. مثل ایران نیست بری سراغ پلیس فتا برن در خونه یارو قپونی ببرنش توی بازداشتگاه. اینجا من بخوام از آقای فلانی خانم فلانی شکایت کنم، یه نامه بخواد بره در خونش بعد 2500 دلار پول بدی.
میری پیش وکیل، وکیل میگه 10000 دلار بیا بذار رو میز تا من شروع کنم، بعد تازه یه نفر رو ببری دادگاه محکوم هم بشه، منم بشم خوشنام. خب دفعه بعد با اسم مستعار میزنه، دفعه بعد میگه تمام آدما رو که من نمیتونم برم محکوم کنم. زندگی من تو این هچل هست، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم جز سکوت و فقط بذارم زمان بگذره و آدما بفهمن که آقا شما بی فکر کنین این آدم. آخه تو ببین غیر از کیهان کلهور یه نفر مثال بزن که با موزیسین های غیر ایرانی کار بکنه، با ارکسترای غیر ایرانی بیان دنبالش، با تو دو تا کشور بیگانه بشناسنش، آدما بیان موسیقیشو بیان تو فل. چه کار داری؟ چرا میخواین زمین بزنین یارو رو؟ داره زندگیش رو ماست خودش رو میخوره، کار خودش رو میکنه. گیرم که دو تا نظر سیاسیش هم با شما یکی نباشه، مگر همه باید خطه شن چون شما مثلا طرفدار فلان شاهزاده این یا طرفدار فلان چیز. حالا این که خیلی 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 شاخه شاخه شد. اول از همه که خیلی ممنونم ازت که اینا رو گفتی. عذرخواهی کردن تو هر مقامی کار سختیه. آدمایی که معمولا فکر میکنن اوکی ترن باش، آدمایی که هر چیزی رو میگن و خیلی اهل عذرخواهی اینا نیستن، میدونی متوجهش نمیشن خیلی. به خاطر این ازت ممنونم که این صحبت رو میکنی. محمد جان برش میگن که بسیار بسیار آدم محترمی هنوز برای من. اون به من گفت محسن جان موشک زدن این رهبرش عذرخواهی نکرد. هیچ کس توی این مملکت توی این فرهنگ ما عذرخواهی نمیکنه. مردم دلشون پره. تو بیا اسطوره شو، تو بیا بشو یه اسطوره، تو بیا برای اولین بار یه آدمی باش خوست. ولی خبر نداشت که مردم ما مردم آمریکا نیستن که بیل کلینتون عذرخواهی کرد گفت آقا من با مونیکا لوینسکی خوابیدم رأیش بره بالاتر. دارت میزنن میکشن و دیدی که من اعدام کردن، حذف کردن به فاصله 5 ساعت فایل صوتی رو کردن ادیت شده که ببینید این گفته نامیز نو یعنی فلان. حالا ادامه نه همینطوره. ببین من دروکم خیلی مهم نیست واسم واقعا. 90% مخاطبای من که الان دارمش توی کانال من آدمای بسیار باحالی هستند. خب از کامنت هایی که میاد آره 10% وجود دارن که کاش نمیشه کرد، کاش نمیشه کرد. یعنی یه کسایی هستن که هیچ کاری نکردن تو زندگی، کاملا ادعای همه چیزو دارن و تاوان شکستاشون رو بعد بقیه بدن. دقیقاً اصلا لذت میبرن از همین قضیه، از این گل کردن آب و اینا لذت میبرن. اون هستش همش. من همیشه اون چیزی که آخر شب میرم میخوابم اینه که من حرف صادقانه خودم زدم یا نه. اون فقط واسم مهمه. خب هر کسی هم هر کاری هر شکلی میخواد فکر کنه، واقعا من زان خودم چنان که هستم هستم، خیلی مهم نیستش دیگه بقیه چی میگن. خب اصلا من بازم از این تریبون تو استفاده میکنم که بگم من آدم تریبونی هم نیست بخونم. آره ولی من آدم آدم پسر پیغمبر نبودم. بله. گرچه که خدا شاهد نفر هزارم صف شیطان ها شیطون بلاها هم نیستم، ولی با این حال بابت اگر احیانا رفتار متکبرانه ای اگر من نسبت به آدم ها داشتم بازم عذرخواهی. دمت گرم. نه ببخشید. دمت گرم. یعنی برای منم درس ها داشت این ماجرا. آره. ببین یه چیزی رو من توی این دعوای می تو موومنت صحبت کردیم، این نظر شخصی من ها. به شما هیچ ربطی نمیدونم اصلا که باهاش موافق هستی یا نه. خود اون قضیه می تو فوق العاده بود. اینکه به هر حال یه سری آدم بودن که از قدرتشون استفاده کنن، هر کاری میخواستن بکنن، ولی مثل همیشه یه سری آدمایی که سوء استفاده. بابا یه دیت میری، یه دیتی رفتی که بد بوده، دیت بد بوده دیگه. خب یادم مثلا خوشت نیومده از طرف بلاکش کردی، اصلا اومدی این طرف یهو شده میتو. بابا عزیز دل خانم اومد اینجا، خود میتو متوجه نشدن اینا یعنی چی. یه نمونهشو فقط برات بگم، اسمم نمیبرم. یه خانمی اومد اینجا نشست که ما قبلا براش موزیک کار کرده بودیم و فلان، گفت من میخوام 200000 دلار گرانت بگیرم تئاتر بسازم واسه فروغ فرخزاد. ما هم گفتیم ها دیگه فروغ فرخزاد رو بکنی، هیومن رایتس و چیزایی که غربیا خوششون میاد. و خندید و به هر حال گفتم اوکی اگه همین که خودت آگاه باشی بکن، عیب نداره، من کمکت هم میکنم. بعد من یه رو بعدش گفتم همه هستی من آیه تاریکی است که دارا. گفت شعر مال کیه؟ خب عصبانی میشی دیگه، میگه تو داری راجع به یارو تئاتر میسازی، معروف ترین شعرشو بلد نیستی. خب لیوانو پرت کردم و عصبی شدم. میگم از همین رفتارا کردم دیگه، تبدیل به دشمن شد. یه دفعه رفت صفحه مقابل و شد. یعنی بنظرم آدم ها اینجوری پیوستن به جنبش، اصلا هیچ ربطی نداره که تو باشون قضیه داشتی یا نداشتی. نه میتونم. خب ادامه بدیم.
همین میخواستم بلژیک هم ازت بپرسم، ولی اونم لابلای همون هست دیگه. یعنی قضیه بلژیک که یه ویدیو ازت اومد بیرون. همین خانمی که عرض میکنم، همین خانمی که من فکرش بکن دو سال از ماجرا گذشته، سکوت، من رفتم ترکیه، 5 تا آلبوم دادم برای نوید افکاری، قطعه ساختم برای جنبش فلان، قطعه ساختم، همه اینا که تریبون نداره که جهنم نداره. بعد اومده دو تا دختر رو بنده اینجوری توی تظاهرات بلژیک اومدن، من گفتم شما نباید اینجا باشی فلان، پلیس هم گفت آقا برای که دستنس تو بیا برو فلان. یه رو بعدش به من تکس میزنه، دیدی با چیکار کردی؟ مثلا من چی میگم، خب منم هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم که البته بازم نباید میگفتم. خانمی که گفتم، خانم مادر بزرگ لزبیانی که چپ هستن و الان هم در تریبون‌های مختلف، نیکا شاکرمی لزبیان بود، بابا گرند پول، این پول لامصب باعث میشه که آدما آتش به زندگی همه بندازن. برای چی؟ برای که محسن آنجو لایک میگیره اگه ما محکومش کنیم، وگرنه چه میدونم فلان آدم دیگر که هزار خلافم کرده باشه، ما اگه بخوایم گرانت هامون اکستند بشه در واقع سال دیگه تایید کنم، میگن چیکار کردین لایک و نشونشون بدیم دیگه. آخه زن حسابی تو چه کار داشتی با زندگی من؟ بعد بیای اینجوری با دیدی چیکارت کردی؟ آفرین بهت. بدبخت کدومی که از بودستان های ایرانی در بزاق بلژیک در بروکسل برای کنسرت گذار بلژیکی چند نفر تا حالا کنسرت گذاشتن؟ چرا شب قبلشو نمیگی که 700 نفر سولداد شده بود و شما 3 نفر آدم اومدین پلاکارد گرفتید جلوی کنسرتش که هم تحویلتون نگرفت؟ اوکی. لذت میبری از اینکه هموطن تو بزنی زمین؟ آفرین بهت. بفهم. ولی یه چیزی هم حالا توی اون صحبت دادگاهی که الان و اینا توی میدونی خود اینجا یه چیزی وجود داره به نام دیفیم کردن، آدم دیفیمیشن، پول میخواد. بله. محمد جان. آره. پول میخواد. حالا اگر اینو میشنوید کسی شاید وکیلی باشه، معلوم نیست، اینترنت دیگه معلوم نیست، ممکنه 20 نفر نگاه کنن، ممکنه. آره. نه آدمای خیلی نازنین سر اصلا سر همین ماجرا، من تو یه مصاحبه از من هست روی یوتیوب با تلویزیون با همین رسانه در شهر، گفتن یه خانمی بود تو ونکوور، خلاصه این چیزا رو تقریبا اونجا هم گفتم، اینکه همون موقع که پیش اومد یه وکیلی در بریتانیا گفت ما میریم تو میکنیم، چون گفتن 5 پرونده باز علیه نامجو، یه دونه هم وجود نداره، نامی اف بی آی است که ما چی میگن بک گراندمون پاک. همین موضوع گفت، من ازش بین 200 تا 400 هزار پوند میگیرم، فقط 40 هزار پوند بیا وسط برای پروسه دادرس. خب من نداشتم، یعنی کسی بود بهم قرض بده و دادن، ولی خب من با اون نه. 5 تا آلبوم درست کردم که 3 تاش اومده، 2 تا دیگه اش هم داره میاد بیرون. اوکی. این سوالی که الان میخوام، خیلی ممنون. بعضی‌ها میتونیم الان از این بحث بگذاریم، ولی یه سوال کوچولوتر دادم از ذات، چون از بیشتر از نیم ساعت داریم صحبت میکنیم. آخه موضوعی نیستش که با نیم ساعت 40 دقیقه حل بشه، ولی ممنونم ازت که باز اومدی. من احتمال خیلی زیاد اسمو رو باید بیپ بذارم روش، به خاطر اینکه آره. خب برو سر سوال خوب. آره. هنوز از این یه دونه قبل از این که من سوال دعوت خانم میخواستم دعوت ازدواج و اینا بپرسم که ازدواج جلوتر بپرسم که به ترتیب داشتش، ولی میدونم که نیست. خب اینو لطفاً خدا نکرده از من نگران ناراحت نشو اینا، میدونم که عشقه، میدونم که دوست داشتن، چیزی که دیدم مشخص و اینا. خودت حتی توی لحظه تو ذهنت اومد که بگی که اوکی من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه یه حرکت رو به جلو باشه که بگن که ببین من حتما میتونم یه آدم موفق خوشتیپ خوشگلم داشته باشم اگه بخوام؟ اولا که من میدونم نیست، نمیدونم نه اصلا. اولا که من هر روزی نیست که شکرگزار نباشم بابت حضور آزاده در زندگی، خدا شاهده. یعنی من اصلا رو بهت بگم، من الان 47 سال دیگه داره کم کم 47 سال نیم، خوشبخت‌ترین روزهای کل زندگیمو دارم می‌گذرونم، آرام‌ترین روزها به معنای واقعی کلمه خوشبختی رو درک می‌کنم، جدا از آدم حسابی بودن، جدا از پیگیری، سواد، پروژه‌هایی که در دست داره که مطمئنم تاریخو تکون میده تو فاین آرت و و و همه اینا رو بذار کنار، شور زندگی که درش هست چنان منو جلو می‌بره. و اصلا قضیه می‌دونی با یه گفتگوی ساده تلفنی شروع شد، سر ثبات، هیچ ربطی به ماجرا نداشت. حالا جالبه که اون موقع که به گوش اونم رسیده بوده، مثل اینکه مثلا یه یادداشت دلداری و اینا هم برای من خواسته بفرسته که حالا همدیگه رو پیدا نکرده بودیم و فلان اینا. ولی شاید اصلا بچه چه میدونه حالا، یعنی ما سر تشکیل خانواده، سر چیزهایی که چون با
روز اول از جدی؟ حرفی که بین ما شکل گرفت این بود که اون از من پرسید حسرتی داری در زندگی؟ گفتم حسرت موسیقایی ندارم که هیچی، از سرم هم زیاد به هرچی پیش اومده. ما کجا فهم کردیم عقاید نوکانتی با ستار بزنیم و بریم توی باربیکن هال اجرا کنیم فلان؟ خیلی هرچی که روزگار به من داده از سرم هم زیاد. خب اونم در کار خودش همه گالری های دنیا و همه دوربر رو رفته و نمیدونم از این موزه به اون فلان فلان. حسرت این بود گفتم من حسرت به چراغ روشن دارم، چراغ روشنی خونه که چند سال از دست رفته، حتی قبلش هم آنچنان نبود و اونم همینو میخواست و این شد شروع ماجرا. یعنی باورت نمیشه که لحظات ما، روزی نیست که ما به این موضوع فکر نکنیم که چقدر دیرم دیگر پیدا کردیم. اصلا عجیب غریبه این آدم، خیلی همه چی خوبه. حالا بذار برای که در ادامه چیزم بگم، ما دو نفری داریم مجموعه زولا میخونیم، امیل زولا حتی آزاده دو تا کتاب از من جلوتر. و کل ماجرای زولا اینه که این آدم در سن مثلا 45 سالگی تصمیم میگیره تحت تأثیر دو تا چیز، یکی جمهوری سوم فرانسه، یعنی اون چیزی که برادرزاده بناپارت، لوی بناپارت از 1850 کودتا میکنه، یه دولت حالا بی طبقه ای را میندازه که میگن مارکس هم راجبش کتابی داره، بعد که این آدم به اسم ناپلئون سوم. و اتفاقی که تو جامعه فرانسه میفته بسیار شبیه اتفاقی که بعد از انقلاب 57 تو ایران میفته. یعنی طبقه فرودست گشنه ای که یه دفعه یه شب رفت تو کمیته و نه وطن بلده، نه سواد داره، نه شرف داره، نه دین داره، حتی هیچی، فقط بخوریم 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 سفره پهنه. این توصیف رو زولا میکنه از جامعهش طی 20 تا رمان. تأثیر دومی که میگیره چیه؟ تأثیر ماجرای داروین. همون موقع نظریات داروین در اومده بوده و اینکه چطوری ژن و وراثت به اندازه محیط در شکل گیری کاراکتر آدما نقش داره. طرح یک خانواده رو میرسه تو 20 تا رمان که اولش شروع میشه از یه زن دیوونه‌ای که یه فاسق داره و یه ازدواج میکنه، یه بچه میونه، بعد از فاسقش که دوست پسرش باشه به صورت نامشروع دو تا بچه. 20 تا رمان میشن اینا که 3-4 تاش هنوزم به فارسی ترجمه نشدن. الان من و آزاده مشغول شدید پیگیر خوندن زولا هستیم و البته خوشبختانه اون چون که بالاخره سواد موادش از ما خیلی بیشتر، اونایی هم که انگلیسی یعنی ترجمه نشدن به فارسی هم خیلی با سرعت میخونه. من خیلی کندم تو انگلیسی خوندم، ولی چیز یعنی رمان، ولی در صورت همین چون خواستم میکنم این روزای خیلی جالبیه برام. همین با عکاس رو بگردی همین شکلی من یه دوبینا خوش کنیم باید نفس بگیرم. یه نفره که کار میدی همه زندگیت خودت باشه این شکلی میشه. آقا موزیک خیلی ممنون از اون بخش دیگه، خیلی ممنون از موزیک. ما 9 سال پیش با هم دیگه کاری دادیم بیرون، خیلی احتمال نمیدونن که موزیک ویدیوش رو من ساختم، موزیک ویدیوی رضاخان معروف بود. آقا چقدر ما سر اون قضیه فوش خوردیم، واقعا ما شرمنده خیلی ها بودیم در زندگی از اون. یه چیزی هم من یه افسخایی بکنم، یه دوستی یه سری تصاویر از تو ایران گرفته بود اون موقع که ما لابلای زدیم، انقدر ما کار هول هولکی اومد بیرون اسم اون طرف رو نزدیم. من اشکال از من بود 100%، من بیشتر به اون نگران این بودم که این قطعه اونجا ممکنه اذیتش کنه و تصویری که واسه ما گرفته نزدیم. بعد لابلاش یه شکلی شد که با وجود اینکه اون اوکی هم داده بود کار اومد بیرون. من شرمنده‌تم دیگه اون دوستی که آخه آدم دوستایی که تو ایران دوستای آرتیستی که کمک میکنن به ماها دو دستن، یه عدهشون خودشون دوست دارن اسمشون بخوره که خب بدیهیه معامله، ولی یه عدهشون من دوست دارم اسم بخوره ولی میگه آقا من کلی هم کمک کرده کلی، ولی میگه که حالا دلایلشون دارن دیگه میخوان نشه، یعنی امنیت رو رعایت کن. سر اون قضیه که بیاد هم از همون تو برنامه استاد بیضایی بودیم، یاد باشه جان اوبلادو بود دوسته که شما لابلای تمرینا بودی، بعد هی من بهت میگفتم که یه چیزی از این موزیک ویدیوهای قدیمی تو، یه موسیقی تو دوستم من موزیک ویدیو کنم و این تمش چه شکلی و اینا، یه صحبتی با من کردی گفتی که اون ایرانو ولش کن اون چیزایی که من اونجا ساختم بیا این جدیدا رو، بعد یه همونجا گوشیت آوردی هدست
رضا خان رو من گوش کردم اون آماده بودن اون؟ آره، جالبه قرار شما بعضی که اومدیم نیویورک آره بعد اونجا من اونو شنیدمش بعد از شو بخوای اونجا هم نخوشم اومد نه متوجه شدم قطعه خاصی آره. موسیقی بعد که یه خورده چیز تر شد یه خورده اومدی اینورتر نشست فکر کنم و الان پنجمیه فکر کنم کانال تنو شیشمیه کانال تعداد ویوی که داره آره. من پیگیری نکردم آره. بعد سوالم اینه خیلی از کسایی اومدن این طرف خب اون به قولای استاد شجریان ریچهشون که از ایران آب میخورد و دیگه کندن نیوردنش حس و حاله رو دیگه نداره اون حس و حالی که تو ایران بود کدوم بیشتر دوستش داری؟ ببین من مثلا حالا من اسم میارم خانم گوگوشو من قطعات قدیمیش رو گوش میدم فوق‌العاده است خب کار جدیدم حال نمی کنم باش خب نمیتونم راجع من هم همینو میگم خودت کار... چی فکر می‌کنی؟ نه من از هر کسی من داشتم میومدم اینجا به چند تا از دوستایی که خیلی نزدیکن دو سه تا از داداشام و اینا گفتم که اینجا من دارم میرم پیش آقای نامجو بعد داداشم گفتش که آقا کجاست آقای نامجو آره من خب بعضی‌ها پیگیری نمی‌کنه الان من هنوز دوستای سینمایی تئاتریم که با هم هم دوره بودیم و الان ماشاءالله بر خودشون کلی هم معروفن و اسم و رسم دارن و اینا هنوز پیش والا اسم نمیبرم ولی همه میشناسنشون مثلا هنر پیشه شده سر اتاق گریمه و مثلا این زلف و یا تورنج رو دارن پخش میکنن و من همشه فکر میکنم که ما بعد از این 12 تا آلبوم دیگه دادیم ولی اونا هم دارن اونو گوش میکنن دیگه چیز نیست انگار که برای این موضوع راه حلی وجود نداره یا اینکه شاید اگر ما ایرانم بودیم و مثل همدورای موزیسین خودم مثلا این آلبوم هایی که دادیم بیرون همونجاش توی ویترین شهر کتاب و نشر ثالث و نمیدونم جای دیگه هم فروش میرفت یعنی تو چشم مستقیم مردم بودی بازم مردم خاطره ای که دارن مثلا از یک دوتا کار همون براشون حفظ میشه مردم وظیفه ای ندارن دنبال سیر خلاقه ی آدم رو پیگیری کنن که آقا آفرین مهاجرت کردی چه کارهایی کردی کسی هم طلبکار از کسی نیست ما برای خودمون کردیم یعنی من این موضوع رو خیلی وقته که پذیرفتم که آدم‌ها اصلا نمیدونن الان ببینم این نمونه که داریم میگیم که فلانی کجا هست بابا سال یه دونه آلبوم داده اتفاقا چی میگن پرکارترین موزیسین مهاجر بوده در تمام این سالا ولی یعنی اوکی آره یعنی چی میگن طلبکار نیستیم که مثلا میگیم چرا نمیدونید ما داریم فعالیت میکنیم تو خود ترکیه ما 14 15 تا ویدیو اجرای لایو کردیم که یکی دو تاش اومده بیرون بقیه‌اش هنوز ادیت نشده یه آلبوم کامل برای خواننده زن درست کردم نگین پارسا یه سه تا از قطعات یه آلبوم دیگه خانم میثاق مرادی اونو قد ملودیاشو بهش دادم که رفت خودش داد تنظیم کردن خودم دو تا آلبوم کامل در واقع سه تا که سومیش فعلا نیومده بیرون یعنی تو همین دو سه سال فقر و فاقه که در دوران ترکیه بوده و به خاطر اوضاع مالی و اینا ما پناه بردیم به یک کشور ارزان‌تر اونجا هم کلی کار کردم ولی خب مردم میگم نمیشه از مردم مثلا داشت آتو بیا ما رو پیگیری کن ما داریم چه کار میکنیم تازه پیگیری هم بکنه هنوز براش زولف یه قطعه فلانیه دوست. که تازه این هم بهت بگم وقتی تو من نگران میکروفونم آچشم اینکه روی اینو میشه آم بدا بدا وقتی تو کنسرت ها اولین نوت ایساربانو میزنی مردم دست میزنن تو میفهمی این قطعه کار خودشو کرده تو قطعات دوران مهاجرت سه چهار تا هست مثلا من مست مثل دردا مثل دور ایران رو خط بکشن که وقتی مثل نامه که وقتی نوت اول شروع میکنی مردم میزنن اونجا تو میفهمی خب بعد تورنج اینا چهار تا دیگه هم ثبت شده در ذهن آدم ها. یا جبر جغرافیایی که از خمال قدیم یعنی بعضیم که شکایتی از این موضوع ندارم چون که این اتفاق برای گنده هاش هم افتاده برگردیم به همون رضا خانه نیتش چی بود؟ شوخی آره به خدا فقط شوخی بود من اصلا شما چرا خودت درسته؟ من ببین حتی میشه گفت شاید وقتی به آدم سر لج میفته بعدا خودش میره پیگیر میشه چهار تا چیز من یک اجازه من یه آب بیارم حتما خواهش میکنم این اسپانسر برنامه رو من میگم تا اسپانسر نداریم منتظر محسن میشیم تا منم از قصد ضد نورم و حالا فردا الان همه کسایی که در حال تصویر و اینا هم چیزی نمیدونن میان میگن که آقا ضد نور بودی فلان بزن این الان ها این برداره کار الان اوکی اون یکی هم داره کار میکنه آخر خب آره
اینا خاطر قضای مالیات که توضیح دادم این دوربینا وایمیسته. آره گفتی. آره. ببین اینه نداره اینجا باشه؟ نه آبا چون شوخی بود. دو تا نکته بود. یکی اینکه من نمایشگاه کتاب بود سال 1374 و من بین این رشته تئاتر و موسیقی که چیز بودیم یه ترمی هم کلاسامون دیر تشکیل شد و علاف میچرخیدیم و فلان اینا رفتم نمایشگاه کتاب. بعد یه رفیقی که بعدنم خیلی ما حتی هیچ وقت دیگه رو ندیدیم درست حسابی چون من مهاجرت کردم، یغما گلرویی. بله. ولی خب من همیشه یعنی آرتیسته، من دوستش دارم. بعد ولی خب ترانه سرایی با اون سبک و قالب و وزن ترانه های کلاسیک میگفت دیگه. بعد یه کتابی داشت، کتاب مجموع شعرش رو به من هدیه داد. من اومدم تو راه خونه یه منحتم دیدم یه چیز بود، شعره رو باز کردم اینجوری بود: میدون انقلاب داشت. با من بقیه شعر رو نخوندم. یه دفعه می کتاب رو باز کردم، عجب جمله‌ای، میدونه. مثلا تو به یه نفر میگی محمد جان صادق باش، سعی کن قانع باشید، از میدون انقلاب باش تو زندگی، همه چی داره توش. آره که حالا من شروع کردم برای خودم تفسیر کردم. یکی این بود، یکی یک کتاب بود که مرحومه مغفوره آرتیست بزرگ خانم فرید لاشایی یک کتابی فکر کنم شاید همین اتودای رضاخان مثلا تو خونه تو این پارتی ها توی فلان اینو با ستار می‌زدم، منو ایران بودم، یه کتاب به من هدیه داد یا امانت داد یا چیزی به اسم تجدد عامرانه و راجع به رضا شاه بود و من کتابو خوندم. و این ایده این که طرف میگه راهن بکشین، ولی خب به زبان شوخی دیگه. این دوتا چیز باعث شد که بعداً تشکیل شد مسئله. بعدم شعر رو اشتباه خونده بودی اولش؟ شعر آره، بعد فهمیدم که اصلا اون شعر یغما هم اینجوری بوده: میدون انقلاب و باش آدمای عروسکی داپ داره داپ رات، یعنی بر اساس همون وزنای کلاسیک ترانه بود. من اشتباه خونده بودم، برداشت خودم کرده بودم. اون منظورش این بود که میدون انقلاب رو نگاه کن، میدون انقلاب و باش اینجوری. بعد ولی به هر حال از توش رضا خواندن. اما واقعا به هر حال آدم کرم که تو نمیتونی به آدم موزیسین بگی کرم نریز. حالا ما کرم دوست داشتیم کرم میریزیم، همه بعضی هم ممکنه بریزیم، ولی اینکه اینقدر موضوع جدی شد و چیز به خاطری که طرفمون ضربه خورده بود. ببین خود طرفدار کسی که واقعا نیستی به اینکه مثلا به این ربط داشته. اینو هزار دفعه از من میپرسن که خب تو از مثلا ترامپ گفتی اینجوری، از فلانی گفتی خب مثلا دنیا چجوری میشه طرفدار چیزی بود در این جهان؟ مثلا تو ما تو سیاست، آره مثلا تو به کی اعتماد کنی؟ مثلا ما یه بارم راجع به مثلا میرحسین موسوی گفتیم، به آرتیست بودنش میخواستم اشاره کنم که آقا ببینید در سطح اول مملکت یه نفر پا حرفش وایساد تو کل این 40 سال این بود، این برای این بیچاره نقاشه مثلا این افتاده تو همه ما حالشو بردیم دیگه به خاطر جنبش اون دیگه، مثلا آخر اومدیم بیرون این ور کردیم اون ور کردیم این هنوز اون تو هم، فقط یادش بکنیم همین دیگه اعدام شدیم و فلان هم. ولی آنچه که مشخصه خیلی هر آدمی بخواد مثلا اسم منو بذاره اصلاح طلب یا فلان اینا خیلی ابلهه واقعا بنظر حال به هر اسم دیگه. خب این جلوتره ولی الان ازت میپرسم. ببین من یه مشکلی که خودم خیلی دارم موقعی که مینویسم که مثلا ویدیوم قراره چی باشه، همه چیزو من مینویسم، شات به شاتش رو چه اتفاقی قراره بیفته. موقعی که تمام میشه میاد بیرون 20% ذهن منه اون چیزی که اومده بیرون. خب اون چیزی که فکر میکنی توش چند درصدش واقعا میاد بیرون؟ آیه سایه، استاد سایه قلابی عزیز میگفتش که اون چیزی که مینویسه، حالا مثلا سایه دیگه شعرهای باحال و اینا، مثلا 20%شه. بعد خودش میگفتش من خیلی دوست داشتم اگه برمیگشتم موزیسین میشدم. بعد حالا که شما کار موزیک میکنی موزیسینی چقدره؟ ببین نوشتن شعر، تجربه نوشتن شعر فرق داره با کار تولید موسیقی. توی نوشتن شعر واقعا مستاق همون به تعبیر اخوان مثل کلمه وحیه یا الهامه یا به تعبیر شاملو در میزنه. من هنوز اونطوریه واسم. بگذاریم که بعضی وقتا خودت روی آتوپایلت میذاری و برای من ریتم در ذهنم جریان داره، مثلا میگم تی تک تی تک تی تیک تک تی تیک تک تک تی تیک تک تی و بعد کلمات میان و خیلی وقتا میشه که تو حتی تصمیم میگیری که شطح بگی، هزیان بگی و کلماتت بی‌معنی نباشن ولی میشن. بعضی وقتا میبینی دنبال میگردی که
جورش کنم که این معنی با اون یکی کامل بشه، ولی یه چیزی بی ربطی میشه، مثلا نمیشه. شعر آره غیر قابل پیش بینیه، ولی موزیک نه. من همیشه اون تر ایده‌ای که تو ذهنم دارم که میرم تو استودیو ممکنه حد درصد 10-20% فرق بکنه. جدی؟ آره از اول میدونم تنظیم اینه، اینجا باید این بیا صدا، این اینجا بیاد، این اینجوری بشه فلان. آره تو شعر برام یادی که تصحیحش کنی؟ اتفاقا بعضی وقتا جنگلک بازی های نهایی که انجام میدی که یک تغییرات نسبت به تر اولیه میکنه بیشتر تو بخش کلامه. موزیک تو ذهنم تکمیل نه چیز هست. اون چه جوری میاد؟ این که مثلا ملودی میگی اینکه میگی مثلا من میخوام ریتم این 3-4 باشه یا مثلا اینو میخوام لنگ بزنم نه 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 یا انواع اقسام. ببین مثلا همچین مثال هست، قطعه گیس میزنم یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، که من هنوزم الان قاطی کردم که مال سعدی مال حافظه. هر دفعه میگم اشتباه باور میشم، هنوز نمیدونم دقیقا، فکر کنم مال سعدی. سعدیه، شکلش شبیه آره. سعدی میخواد. شرمنده از تمام آره. شاعران دنیا اگه حافظ بود. آره نه نه میخوام اتفاقا بذار این اشتباه ثبت بشه، یعنی من هنوز هم کمزه، یعنی خود این قالب، یعنی یک محتوایی که به ذهن تو میاد و 7-8 سال تو ذهن من چرخید یک روز به شیدایی در زو، تا اینکه یه شبی شد خود را چو فرو ریزم با خاک در آمیزم و بعد شد الان بقیه شعر گیس. یه زمانی هست که نه ملودی هست، مثل ملودی زلف. ملودی زلف 2-3 سال بود اصلا موزیک تئاتر بود. یه دوستی دارم محمد عاقبتی که تئاتری قدیمیه، یه تئاتری ساخت یادم متن محمد شرمشیر بود به اسم من باید برم دیرم شده همچین چیزی. نقش اولش هم سعید چنگیزیان بود، دوستمون که الان هم کلی کار میکنه و معروفه. و دلی این تم برای بین پرده های اون تئاتر بود. بعد یه اجرای برای ما، برای اول ما پیش اومد هلند، رفتم اونجا یه فیلم دیدم زلف بر با آ، و اتفاقا جالبه که بازم بدون تصمیم بود، نه که بگم، ولی عمدن سراغ وزن شعری رفتم که بی ربط ترین باشه به اون دلی، یعنی به اون والس سه ضربی. و میبینی که همون باعث این میشه که بهش در واقع اصطلاحا میگن دی فامیلیر میشه، یعنی آشنایی زدایانه است. این که تو انتظار نه، تو میگی زلف بر باد نده تا ندهی بر، میگی زلف بر باد، انگار که درش عمدن نقصانی هست، درش نابلدی هست، درش عدم مهارت در تلفیق شعر و موسیقی هست، ولی از پسش درش چی به وجود میاد؟ این که بیت دومش یه جور دیگه، یعنی در واقع پرفورمه، تئاتره. حالا انواع اقسام هست، یعنی این ماجرای شعر و موسیقی در ذهن چجوری میاد، انواع اقسامه. ولی معمولا تنظیم اون چیزه، وقتی که تنظیم به عهده خودمه، چون من خب خیلی کارام هم هست که دیگران تنظیم کردن. مثلا لنگ راک کلش کار واقعا به نظر من نبوغ‌آمیز کار مسعود فیاض‌زاده، دوستان که ایرانه، اومد ترکیه یه مدتی بود و یه مدت هم اصلا ایران، کل لنگ راک تنظیمای اونه. مثلا تو بزن قطعه نومیز نو رو بشنوی یا قطعه مرمره، اصلا این صداهای بادی که آورده عمرن به ذهن من نمیره، یعنی واقعا میگم مطمئنم حداقل بگم بهتر از اون امکان نداشت من بتونم انجام بدم، ولی متنتن همش تنظیم خودمه، تورنج همش تنظیم خودم یا چیزای دیگه. چه جوری میاد تو ذهنت؟ گفتم از طبیعت میگیری؟ میاد که این صدا اینجا بیاد، این صدا اینجا بیاد، لحظه استودیوه. ولی اون اولیه اون جوانه اولیه که میزنه، مثلا خیلی به من موقعی که عکاسی میکردن، بالا میگم من کسی نیستم، ولی گفتن که چرا مثلا از چی میگیری، از چه عکاسی نگاه میکنی؟ من جاز گوش میدم موقعی که بخوام عکاسی کنم. من ملودی ذهن ملودی سازه. هیچ کاری نمیتونه، یعنی همیشه میسازه. همین امروز داشتیم از اسکا با هم میمدیم تا خونه، تو میخواستی که بخونی بود آتو نخون، من دیده دارم وینگ وینگ کنم، دست خودم نیست، همش داره این کار میکنه، وینگ 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 وینگ، یک سره 95% هم میریزیم دور، یعنی ثبت که نمی کنم. بعضی وقتا احساس میکنی ملودی قشنگه الا به نظر خودت. با آیفون دیگه، سالهای قبل که آیفون اینا نبود که یک تیکه کاغذی نمیدونم جعبه سیگاری چیزی بود که سریع نوت خودت حامله بکشی، 4 تا نوتشو بنویسی که یادت نره که ثبتش کنی. بعضی وقتا اون ثبت کردن ها ممکنه از توش چیز خاصی هم در نیاد. بعضی وقتا یه چیزی هست اصلا ثبت نشده، میره استودیو همونجا شکل میگیره، مثل چشمی و صد نه چشمی زده. مثلا ما قرار داشتیم یه قطعه دیگه ضبط کنیم، نیومد نوازندمون، وقت اضافه داشتیم، هم چیزی من
حالا ماجرای عاشقانه و فلان هم بود و شد ما را برندی دارا. شاید مثلا تو ذهن همون صبحش یا دیشبش ملودی چرخیده بود ولی خب تبدیل بیاد چیزی شد به صورت بدایه که من دیگه از اون سالا طرفش نرفتم چون میترسم تنظیمش کنم دوباره دیگه به اون خوبی نمیشه. بعد شده یه کاری واسه این که مثلا ببینی که او کسایی که مخاطبت بودن اینو بهتر دوست داشتن برم یه زن نزدیکتر به این بسازم که دوباره ویو بیشتری بگیره یا اینجوری فقط حسیه؟ اما ابله تر از این حرف نه یعنی مثلا نیستم تو این باقا یعنی فقط چی بیاده تو بشکم من اصلا کاروبار اینترنت هم من درست اگه بلد بودم که اصلا این بلا سرم نمی اومد بلد بودم کی چی جوری در توییتر چی بنویسم که آدم ها رو جذب کنه باور کن همین مقدار مخاطبی که هست به خدا میگم از سرم زیاد یعنی مثلا من نمیدونم چی جوری یه سری تو جالب صفحه چیز ما صفحه همین اینستاگرام ما الان 10 ساله که 415,000 نفره نه کم شده نه زیاد شده و در واقع من کاری انجام نمیدم که زیاد بشه نه که بخوام اسنابش کنم یا افاده یا که حالا یه زمانی شاید صادقانه اینجوری بود فکر میکردم اینا چیپه ولی الان اونم فکر اون فکرم نمی کنم دیگه آقا این یه دنیای دیگه است من برای چی میخوام این زیاد بشه مثلا بشه مثلا من هر روز از صبحونم با همسرم عکس بذاریم احتمالاً بشه چه میدونم دو برابر ولی خب قراره چی بشه قراره مخاطب به کنسرتمون بیاد دیگه خب مخاطب کنسرتمون همه سالشون اومده به اندازه‌ای که ما بتونیم قسط و خرج زندگیمون رو بدیم برای همین من میفهمم خب چرا باید زیاد بشه خب مثلا اون چون به حال پیش کنم مثل اینکه مثلا مخاطبای کانال تو که میگی بیشترشون از ایرانن اگه تو نمایشگاه عکاسی بذاری تو شیکاگو اونا که نمیتونن بیان که درسته حالا اونا معمولا رابطه آنلاینشون رو با تو دارن برای منم اینجوری بود فکر کردم مثلا اینم آدم حالا مثلا ده برابرم بشن ولی در نهایت بیشترشون ایرانن یا چیز یا بعدم تو فکر بکن هر کی وامش بیش برفش بیشتره دیگه اگر تو مخاطب ما 4 میلیون نفر بود رسواییمون هم 4 میلیون نفر بعد مشکلاتش هم بیشتره نه همین چوره البته من یه چیزی توضیح بدم که خدا نکرده نشه اولی مخاطبم من تو امریکاست دومی کانادا سومی ایران بعد آلمان بعد هلند اون چیزی که یوتیوب نشون میده ولی بقا میگم ولی من جدی میگم اینو میدونن اینا من چیزو قاطی صداقت و قاطی دروغ و اینا قاطی کارم نمیکنم واقعا باحالن آره یعنی یه چیزی دوستشون دارم موقعی که کوچیک‌تر بود بیشتر دوست داشتم خیلی راحت بگم هر چقدر بقول خودت هر چقدر که بیشتر میشه نمیتونی بپذیری که 1000 نفر شد 10,000 نفر کامنت ها همون شکلی بمونه ریاکشن ها همون شکلی بوده بمونه به هر حال چون آدم های مختلف‌تر رو داری جذب من اصلا نظرم راجع به این ماجرای اینترنت و یوتیوب و فلان اینا در این سال‌ها خیلی تعدیل شده و خیلی تغییر کرده میگم همیشه از موزه اسناب کردن و محتوایی نداره شیپه اینا بی سواد اینا فلان ولی واقعا الان اونطوری نیست یعنی الان مثلا من خودم نگاه میکنم چون مثلا یوتیوب تو کانال یه نفر رو مثلا چند تا جوان هستن تو ایران اینا میشینن عین برنامه های طنز مهران مدیری آیتم طنز میسازن بله کانال رسمی دارن فلان دارن و حالا احتمالا خدا کنه براشون درآمدی هم داشته باشه حتما داره دیگه دلست. و زحمت میکشن گروه بگیر و ببند و فیلم برداری و ست صحنه کامل و یعنی من براش به عنوان یک پدیده کاملا احترام قائلم و دلیل بر این نیست که من اگر خودم توش نیستم یا بلد نیستم بگم چیز چیپیه فلانه نه خیلی هم عالی آدم بتونه مخاطب اونجوری داشته باشه من کارم موزیکه و احتمالا اگر هر از گاهی دو سه سال یه بار یه نوشته ای کتابی چیزی هم از من در بیاد راجع به شعر و موسیقی و اینا اونم مخاطبش پیدا میشه یعنی چند نفر میان یه جایی میشینن کتاب اندازه‌ای که علاقه مند به کتاب باشه یا ناشر خودمون مثلا تینوش جلسات کتاب میذاره یا تو کنسرت ها تبلیغ میکنیم میفروشیم یعنی نیازی بهش واقعا ندارم ولی براش به عنوان یه پدیده رسما میتونم بگم که برای این کانال های یوتیوبی و اینا خیلی خیلی برام پدیده مهم یعنی خیلی براش ارزش و احترام قائلم برای که آدم ها اینقدر پیگیر فعالانه رسانه است دیگه طرف از رسانش داره حالا به هر شکلی استفاده نه دنیا داره اون سمتی بیاره شخصی داره میشه دیگه دوتاش که علمیه که من پیگیر شدیدم اصلا یکیشون هست خلقت مگزین آره بچه های ایران بچه قوی هن واقعا آره یه سری واقعا کارهای خیلی خوب میاد بیرون اونایی که
یکیشون اصلا مجله خلقت اسمش. و بخشید یه لحظه اینو. بعضی وقتا مثلا ویدیوهایی که داره راجع به کوانتوم راجع به چیزهای دیگر من دو بار سه بار میبینم برای که یا پاوز میزنم که برم راجع بهش سرچ بکنم. یعنی سنگین مطلب مثلا اینجوری نیست که من داشتم میومدم اتفاقا ایلان ماسک و پسر اسمش یادم رفت یه مصاحبه ای داشت، چهارمین مصاحبهش بود، من داشتم اونو گوش میدم. واقعا میشینی گوش میدی و میفهمی که چقدر یه چیز نمیدونی. یعنی کاملا احساس نادانی به دست میده وقتی میشنم و خیلی خوبه. بگذاریم هزینه ها. آقا داری غم نان؟ داری الان غم نان هست؟ من نگران میکروفون تم بخورم. خیلی بده کارم، خیلی بده. به ویژه بعد از کووید از همین دوست آشنا، یعنی آدمایی هم نیستن که حالا بعضی به بعضیشون من رسیدم دادم، ولی حدس میزنم اینجوری نباشه که منو ببرن زندان دادگاه یا فلان، ولی به هر حال اخلاقم بدهکار. به این خونه که به بانک 20 ساله بدهکاریم، اون که حالا ماشین و فلان اینا هم که قسطه ای که اینا چیزایی که زندگی میگذره. من واقعا بعضی وقتا از این کارشکنی هایی که آدما میکردن، کنسرت داشتیم تو دانشگاه رفت و توییت زده بود تعطیلش کرده بود رئیس دانش، بعضی وقتا واقعا نگران میشم. یعنی بعدم شاید اینجا نمیدونم، حالا اسم که نمیبرم، ولی اولین بار شاید بگم یه سری آدم ها روزیشون به من وابسته است تو ایران، یعنی من بهشون کمک میکنم. حالا بعضیش تعهد اخلاقی خودمه، بعضیش هم حالا بالاخره هر آدم با خودش نظر و نیاز یه چیزهایی داره دیگه. و غم نان نمیتونم در مجموع به آینده که نگاه میکنم خوشبینم، نگران نیستم. به ویژه خب میگم کسی هم که همراه من آدم بسیار فعال و خوشبختانه چیزیه، زحمت کشیه، ولی تازه راه افتاده اجراها و فلان اینا. اما حقیقتش اینه که تا دو سه سال آینده باید اگر خوب پیش بره تازه میشه قرضها رو صاف کرد. یه چیزم بهت بگم، ببین من اولی که از ایران آمدن این ساک آمریکا شدم کلن زندگیم زیر قرض رفت، به خاطر اینکه اول یه فلوشیپی تو دانشگاه استنفورد بود، حالا یه حقوق چه می‌دونم مختصری بود و فلان. خودت بودی تو دانشگاه می‌دونی چی به جای آدم نمی‌رسه. کنسرتام راه نیافتاده بود اول. از نیویورک که ما اومدیم دو سه سال بعد از مهاجرت به آمریکا، یعنی از 2012 اینا کنسرت ها راه افتاد. و خب به جای رسید که من همه قرضامو که دادم هیچی، رسیدیم به مارس 2020 که من و یحیی اون موقع حدود 17 18 تا کنسرت رزرو کردیم برای 2021. برای 2020. یعنی تازه داشت میرفت که شاید چهار تا چیز رو بتونیم دیگه قسط ندیم و به قول انگلیسی پی‌آف کنیم و تمومش کنیم، که کووید اومد. کووید که اومد نه تنها اون صفر که میخواستیم بریم بالا نشد، دوباره اومدیم زیر صفر و هنوز هم تو همون وضعیت. خب زندگی، مرسی که سوال کردی، زندگی در جریانه دیگه. بعد اینو خیلی از من میپرسن و اینا، سختم از چیز کردن چون خیلی شخصیه، ولی هزینه زندگی، این چیز درآمد زندگی از کجاست؟ کنسرت. فقط کنسرت. آره. من البته پارسال که این ماجراهای انقلاب مهسا شد و اینا که دیگه دیدیم برای یه سال همه چی تعطیله برای همه. بله. من برای اولین بار کاری که خیلی دوست دارم ولی هیچ وقت انجام نمیدادم، به خاطری که آدم خوشقولی نیست، ولی انجام دادم. 6 تا متعهد نشستم تو خونه و یه سری دوره‌های ورکشاپ گذاشتیم. آها. انواع اقسام چیزا دیگه راجع به موسیقی و شعر و اینا. و اون باعث شد که دیگه واقعا حالا اینجا نداره بگم، دیگه در حد اینکه احتیاج به نان شب اومده بود. یعنی مثلا همین گازوئیل خونه و سوخت و پول برق و اینا هم به مشکل خورده بود. و اون کلاس ها خب باعث شد یک کمی رفتیم جلو، ولی بچه‌ای داخل ایران جز کنسرت چیز دیگه ای نیست. فقط کنسرت. آره. نه، مخاطبای کلاس ها از همه جا بودن، اتفاقا نس نس بودن، از ایران هم بود، بیرون از ایران هم بود. الان کلاس میذاری؟ اصلا کلاس موسیقی داری؟ که کسی بخواد ثبت نام کنه؟ چند نفر هم میپرسیدن اینا، ولی خب میگم چون ورکشاپ بود خب یه دوره داشت 10 جلسه بود، 15 جلسه، یعنی بعد 10 هفته 15 هفته تموم شد بیشترش. ولی یک کلاس آواز داشتیم که از زمانی که این کنسرت ها شروع شد من از عذرخواهی کردم ازشون، گفتم موقتا تعطیله، چون مجبوریم اونا هم چون کار میکنن ویکندا باشه، ویکندا که ما کنسرت هامون ویکنداست. و هی دیدم دارم بدقول میشم دیگه،
و یه جایی گفتم فلان نگاش دارم. اوکی. خیلی ممنون. ولی کلا دوست دارم کار تدریس کردن و یعنی اگر که برسم دوست دارم که انجام بدم. نه اگه اون کارو بکنی روی یوتیوب خیلی جواب میده. واقعا. آره احتمالاً ما از جای اینو انجام بدیم. چون شما میتونی حالا این چیز نیست ولی میتونی به همون کلاسایی که داشتی و میتونی پریمیومش کنی. فقط کسایی که پول دارن بتونن ببینن. لازم نیست همه کسایی که میان یوتیوب ببینن. میتونی بخش بخشش کنی رو کانال. اینا این چیزایی که باز میگم من توش خنگم ولی بچه‌هایی که ادمین صفحاتمون هستن اونا خوشبختانه مثل خودت وارد. آقا یه زمانی رسید که خیلی یه چیز ناراحت کننده‌ای بود من از شما دیدم که گفتی که دیگه توانایی ادامه دادن رو نداری. و حالا نمیدونم میخوام یه ذره خنده داشت کنم واسه اینکه اون چیز سختی بود میمم شده بود یعنی روی چیزهای مختلف هم میذاشتن من توانایی ندارم و اینا. آره. بامزه بود. چرا اون چه تأثیر کرونا بود؟ بیشترش تأثیر کرونا بود برای اینکه ببینید این همه شور و علاقه و ایده و نمیدونم حالا اگه اسمشو بذاریم خلاقیت مثلا یه چیزه بعد هیچی به هیچی تعطیله و هیچ کارش نمیتونی بکنی. مثلا و... تنهایی و اینا نبود یا مثلا همش دیگه همش و فوت مادرم یه سال قبلش نمیدونم اینکه تو احساس میکردی از اینجا مونده از اینجا رونده شدی اینکه احساس میکردی حالا اون ماجراها هم چند ماه قبلش پیش اومده بود دیگه همون اکانت توییتر و نمیدونم میتو و فلان اینا همش باعث شد تو فکر کنی که آقا خب این چی شد چوب دو سر طلا شدی مثلا از اونجا مونده از اینجا رونده. حالا اصلا اگه آدم احساس کنه که دیگه مهاجرت براش بسه برمیگرده کشورش. خب کشورت هم نمیتونی برگردی. اینجا هم کشورت نیست آنچوری که باید باشه. مجموع این چیزا بود که ولی ببخشید چون بعدم خب ما کلی کار کردیم حالا همین قضیه ازدواج اونم که فیلمش در اومده بود یادم گفتم آ تو که حال ادامه دادن نداشتی همین می‌خواستم اینجا نوشته بدم. آره. یه کامنت بود زیر اون آره منظوری که بیشتر به معنی این نبود که چیز به معنی این بود که قفل شدم یعنی وگرنه خب همون موقع که اون حرف رو زدم قطعا آدم امیدواره دنبال من همیشه دنبال این اتفاق شخصی که تو زندگی افتاده همیشه دنبالش بودم که بیفته با یه آدمی که پایه باشه خانواده شکل بده فلان ولی خب حالا نمیشد. یه کامنتی زیر همون تصویر شما بود اون تصویر که شیر کرده بودی از روزی که همینجا سیتی هال که ازدواج کرد با هم دیگه کسی نوشته بود که اش ببین چه باحال کسی که توانایی ادامه دادن نداشت بهش توانایی داد. آره مردم لطف دارن ولی اگه بخوام راجع به جزئیات اون ماجرا و اون آدم الان تعقیب بالاست صحبت کنم خودش یه مصاحبه کامله در اینکه چه چیزهایی به زندگی من اضافه شد و من میگفتم من خیلی حال روز خوبی دارم به خاطر حضور آزاده در زندگی. نمه دیگم. آقا الان به کی شما گوش میدی خودت موسیقی؟ موزیک؟ آره. آره تو خونه که هستی مشغول کار طبقه بالا که آزاده کار میکنه موقع که مثلا داره روی فرض کن قیام تبریز کار میکنه مثلا موزیک ترکی میذاره یعنی یه مدتی موزیکی منطبق با محتوایی که داره روش حالا یا عکس یا نوشته هستی و خب طبعا اون صدا پایین نمیاد منم که بالا برم اگه بخوام بالا کار کنم یا هدفون میذارم اگه کار موسیقی یا که دارم مزاحمش نمیشم اون فضا رو بد باش ولی پایین موقع حالا نهار خوردن یا سرسو و فلان اینا من همیشه دوست دارم موزیک کلاسیک باشم. کلاسیک همیشه موزیک کلاسیک به ویژه قرن 19 چون حالا بتوونی که تو ماچ زیاده موزارت رو هیچ وقت دوست نداشتم اصلا از اول کلا به نظرم یه چیزه خودتو که گوش نمیدی؟ نه اصلا اصلا نه کار تمام میشه دیگه گوش نمیدی؟ فقط قطعاتی که به بچه ها تنظیم رو میفرستن که ببین چی جوری نه کار قدیمی تو منظورمه اصلا که اومده بیه اصلا دیگه نشدی دیگه نه اصلا برام اصلا معذب میشم حتی بعض وقتا منم ویدیو خودم رو نمانه میکنم خیلی جالب آزاده دوست داره ببینه مثلا یا بشنوه خودش یا بالا میشنوه یا هدفون میذاره یا فلان نه من چیز میشم اصلا هم تواضع اینا نیست اصلا گذر کردی دیگه اصلا بس یا ایراداتش رو میفهمی هر چی میشنیم اینجا داری اینجوری میشه اینجا مثلا ولی موزیکی همینطوری تو خونه هیچ تعصبی که اولا نیست حتی من کم تعصب ترم باز نسبت به آزاده چون که او مثلا حالا پیش نیومده ولی حدس من اینه که مثلا تعامل نمیکنه دیگه هر موزیکی که چه رو بری پخش بشه اینا ولی من خیلی مشکل ندارم با چیزی به شرطی که حالا دائمی هم نباشه اما برای امبیانس خونه کلاسیک
حالا اسم خیلی از آدم ها رو بردیم، چون بچه هایی که الان توی ایران دارن میخونن کیو فکر میکنه خیلی خوبه؟ این بعضی آدم ها موزیکشون مهم نیست، حضور اجتماعیشون مهمه. مثلا من برای این آقای یراهی خیلی احترام قائلم، مهدی یراهی. مثلا اتفاقا یکی از کاراش هم دوست دارم، همون که دوباره زنگ خورد و دوباره جنگ برد و من نشنیدم اصلا نشنیدمش. آره اسمش از پاره سنگ، اسم قطعش از پاره سنگ. تو سنتی ها چی؟ خب همایون که هرچی همایون. بخونه گوش میکنه. آره و خیلی قوی همایون. همایون یه دونه است اصلا عجیب غریبه. آره یعنی حضوری وقتی کنسرتشو یه تحقیق ژنتیک بشه بابت اینکه چطوری یه ژن منتقل شده از یه نمونه به یک نمونه. آره چیز قشنگ اصلا سوژه تحقیق ژنتیک. من چند وقت پیش یه سال پیش دیگه، قبل از دقیقا قبل از انقلاب مهسا، توی ونکوور کنسرت رو اجراشو رفتم. اجراشو توی آمریکا تو سنوزه بود رفتم و آره نه اصلا از آلبوم قوی، از ضبط شده قوی تر. آره خیلی خوبه. و نکته اینه که باز همایون هم حضور اجتماعیش من خیلی تحسینش میکنم، به خاطر اینکه ببین اونم خوش میخوره خودشه. اونم ببین خیلی اونم خیلی مثلا همین چند روز پیش باز خبر میدادن، مثل که اونم باز بهش میدادن تو چرا مصاحبه کردی روز فوت گل پاولان. ولی یعنی مثلا اینکه اونم حاشیه زیاد داره و مثلا مسئولیت زندگیش هم خیلی زیاده، ولی کار خودش میکنه. من اینشو خیلی دوست دارم، بسیار دوست داشتم، بسیار بی‌حاشیه، خانواده بسیار دوست داشتم. آره. یکی از با اخلاقی ترین خانواده‌هایی که من میشناسم. آره فوق العاده است کارش. یه بار مثلا چند ساعت هم دیگه رو دیدیم که حالا اونم در حضور جمع بود و خیلی رسمی بود، ولی یکی دو بارم مثلا یه شهری ما کنسرت داشتیم، اونم اجرا داشته، مثلا اتفاقی گذری هم دیگه رو دیدیم، ولی کلا برای کارش من خیلی احترام. یه عکسی هم از شما با استاد شجریان دارم تو استنفورد. یه تو تو گرفتی تو عکس منه. آقا سرمون انقدر کامنت های عجیب غریب اومد، خواستم اونو بس کنم به اون چیزی که گفتی، اون که من اینجوری دست به سینه ایستادم. شما اول بس داستانش هم این شکلی بود، بس از من تعریف میکرد. من بس اینجا عرض اراده خود کنم. نه اصلا اونجوری هم نبود. کلاس آقای شجریان بود، یه تموم هم شده بود بعد شده. کلاس شما یه خورده دیتر رسیدی جا نبود، نشستی زمین. خب بعد که آره که آقای من تو فیلمش دارم، بعد شجریان گفت شما اونجا نشستی بیا بالت برای بشین، شما گفتی اوکی و اینا. بعد موقعی که تمام شد آقای شجریان داشت لباسشو درست میکرد، بعد فکر اینجوری بایستده، شما هم داشتی سلام تعریف میکرد، شما داشتی سلام علیک میکردی، آقا اومدن اینا کامنت گذاشتن که نگاه کن این در حضور اون یه نفر من یه نوشته ای چیز کرده بود که اون برای من جالب بود، که ببین تفاوت دو نسل موزیسین و یکیشون قدر دید و بر سطح نشست، یکیشون آواره شد و هزار جور بدبختی تو زندگیش کشید. این کامنت رو یادم. در خدمت خانم. نه همجور بسید کاری داشتی؟ نه من میخوام قدرها رو چیز کنم. میخوای بیام کمک؟ ما فکر کنم یه نیم ساعت دیگه هم داریمش. اوکی یه نیم ساعت میخوای کمکت کنم؟ نه صدا میخوام اگه هر وقت دوست داشتی بتونیم بغل بریم بالا اگه میتونی. آره نه یه فکر کنم 20-25 دقیقه دیگه تمومه. آره باش ببخشید چاکری. خب ادامه بدیم. من یادم رفت اون عکس تو گرفتی، جالب بود. اون عکس من گرفتم. یه چیز بامزه دیگه هم که خودت هم نمیدونی میگم، روزی که دقیقاً شبی که من روزی که من ویزای امریکا رو گرفتم تو میلان، تو گلشیفته کنسرت داشتید اون شب. آره اون عکس هم عکسای منه. ای عکسایی که گل شیفته شما که همه اومد بیرون و این ور اونور استفاده شد، اونم عکسای منه. یه کاری می‌خواستی در مورد عاشورا انجام بدی، خیلی گفته بودی و که آره چیزی نداشت. نه واسه اون زمان بود. حالا اون یکی از نه هنوزم هست خیلی هم اتفاقا الان نسبت به اون موقعی هم که حرفش زده شد ایده منسجمتر و تکمیلتر و فلان. خب پول میخواد دیگه. حالا من میگم ما اگه پول داشته باشیم بعد اول به ضروریات زندگی برسیم. یه چیز دیگه هم یه فیلمی آقای سالور ازت ساخته بود که اومده بود اول که اومده. آره آره. یه صحبتی دوش میکنه که خیلی حالا اون موقع بودشکن و اینا بود که کارهای ناظری و یا کسایی که کلن مثلا توی چی میگن
کنسرواتورهای خیلی بزرگ و اینا گفتی که مثلا آخرش هم هیچی نشد، مثلا آخرش اومده یه چیزی خونده بچه بودم. آره چون بعد خودم دیدم که خود اون کار کردی. آره نه نه البته اون کاری که ما کردیم اشاره به اون نداشت. من منظورم کار با ارکستر بزرگ کردن نبود، من منظورم تلفیق شعر و موسیقی اشتباه بود. میخواستم مثال بزنم که مثلا شعر سهراب سپهری که شعر نوه نمیخوره به اونجوری آواز سنتی و اینا، که میگم در مجموع همش خامی بود. چند سالم بود؟ 23-24 سالم بود و جویای نام و یا بعدم خب سامان اینا هم بچه ها اونا هم همینطور اول راه بودن. حتی من خیلی به سامان سال و مدیان هم از این جهت بخواسته که خب اون فیلم باعث شد که چهار نفر ما رو شناختن، ولی اونا منو هول میدادن. یعنی از کی متوجه شدی که آدم ها میشناسنت؟ یه زمانی هست، یه روزی هستش که مثلا نمیتونستی اصلا اینجوری بودش که نتونی بیاری؟ نه کارا در اومده بود، به صورت زیرزمینی در اومده بود و بعد قربون دست بدون. آره مرسی، ایراد نداره مرسی. نه سوال برای من یه بوده همونه اتفاقا. محسن داره بخواه اینجا اوکیه سیگار بکشی؟ آره آره اوکی. اگه تو مشکل نداری. نه من اوکیه، ما که دیگه سینه رو داریم دیگه. آره ببخش عزیزم، این زیر سیگار جم بهت میکنیم. خسته نباشیم. ببخشید ما خیلی مزاحم تو. نه 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 راحت باش راحت. من و ما جمعی میگم حضور درست شد که این حالا یه دفعه میاد تو کارت دیگه. نه اوکی دیگه، دیگه اصلا کارت و اینا الان دیگه مهم نیست. حضور دارزم که خب کارهای من به خاطر حالا ما اینقدر مینالیم از اینترنت، یعنی هنوزش هم داریم مینالیم که اینترنت آدم ها میان اکانت درست میکنن علیه ما فلان میکنن. ما حال اینترنت هم زیاد بردیم در زندگیمون. این اگه اینترنت نبود که من مخاطب، من تریبونی نداشتم تو جمهوری اسلامی که بخواد کار ما شناخته. یعنی همین زیرزمینی پخش شدن اینترنت باعث شد دیگه. و من تو خیابون واقعا نشستم دیدم که آدما سلام علیک میکنن تو تهران سال 85 اینا. نگو کار ما از استودیو همون کاری که بعدن شد آلبوم جبر و تورنج، حالا هم ضبط اولیه خامش آره دیگه بقوله داده بودن بیرون، لیک کرده بود و آره چیز شده بود، نشت کرده بود، زده بود بیرون و دیگه همه شنیده بودن. و حالا بعضی هم این فلانی آره اون پسره اون دماغ درازه هست مثلا اینجا مثلا شاید شعره رو هی ریکوگنایز میکردن میشناختن و بعد دیگه سلام علیک میکردن تو خیابون. ولی که اولاش من واقعا تو انکار بودم، نه به خاطر تواضع، به خاطر که خیلی برام سنگین بود که کارهایی که اینقدر زحمت کشیده یعنی پخش شده اومده بیرون اصلا، یعنی این فکر کنی باید منتشر بشه اولین... رسمی بشه. آره. اولین باری که ما هم دیگه دیدیم تو قوضه مهر بود، شما یه مصاحبه اونجا داشتی، بعد بیرون واسه بده همینجوری داشتی سیگار میکشیدی، بعد یه چیزی که اون موقع نمیدونم حالا یاد هست احتمالا نه گله کردی، این بودش که همون زلف برباد نده رو اومدن روی یه ویدیو گذاشتن، بعد به من اون موقع گفتی که معلوم نیست کی ویدیو برشته گذاشته، این خانومه هم که این شکلی شده حالا اومده فیلم مثلا سکسش اومده بیرون و اینا رو داشتن. نه نه اونو با اون که برای زهرا امیر ابراهیمی اون ویدیو رو درست بکنن، اونو در جهنش من بودم بودی. منتها اونم ماجرا داشت دیگه، یه آدمی تو زندگی ما بود اون اومد سر همین حسادت‌های زنانه و فلان اینا فکر کرد مثلا ما یک ویدئوی دادیم اعاده حیثیت کردیم از دختری که اینجوری براش حاشیه درست شده بیچاره، اولین بازیاش بود، اولین اول کریرش بود، همون واسه شد مهاجرت کردیم. بله بعد در واقع من بازم چوب دو سر تلاش دیگه، من سر فشارهای خانومی که با من بود گیر داده بود که تو باید بری اعلام بکنی که تو این ویدئو رو برای این نساختی. مثلا البته واقعا ما ویدئو رو برای اون نساخته بودیم، ولی خب اون کسی که اومد عکسای اون رو بذاره فوتو کلیپ زلف رو درست کنه با اجازه من بود، یعنی من خوشحال بودم که یک کمکی به اون دختر بشه. و این باعث شد که خب اون امیر ابراهیمی هم از ما شاکی شد، موند که دیگه اونم کرمش رو در همین ماجراهای اخیر ریخ بالاخره به نظر خودش جبران کرد. آره که در حالی که آره اشتباه من بود، یعنی مثلا خب توی قطعه باعث شده که برای آدمی یک کمی عادی حیثیت بشه و اینا، خب خوبه سر چیزای بچگانه اینجوری بود، ولی اون سیستم ها امیر ابراهیمی خودش زجر این رسوایی رو کشیده بود و بعد این بلا رو سر من آورد. این یکمی برای من چیز بود حقیقتش، یعنی یکمی نارفیقی بود. با اینکه سال بعدش هم که جایزه کن برد ما رو صفحه‌مون بهش تبریک هم گفتیم،
که اصلا اهمیتی هم نداره. ولی انتظار نداشتم دیگه. از دوستا خیلی چیزا دیدین. دیگه در توی مسابقه در مورد همه چیز صحبت کردیم. بذار اینم ازت بپرسم. هیچ وقت یه زمانی دوباره نمیدونم این شایعه بود یا نه. مواد مخدر جایی داشته تو زندگی؟ یعنی اصلا دوست آره میرن زیاد بعدها حالا باز نه. من ببخشی شخصی اگه نمیدونم نه بعدها خیلی وقتا آدم ها دوست داشتن مثلا بیایم برای اینکه چیز بگیریم نمیدونم ازش یک مثلا جنبه آموزش جنبه آموزشی بگیریم و مثلا به الگو سازی کنیم و اینکه حالا یه آدم یه ماجراهایی داشته و بعد فلان شد بیایم بیایم مثلا مستندش کنیم یه همچین چیزی که من هیچ وقت تن ندادم به این موضوع. ولی اگه بخوام جواب سوالتو کوتاه بدم آره آف کورس داشته. ولی نکته اینه که خود اونم برای یه سری آدم نوستالژی بود. یعنی اینا یه تصویر یه جوونی رو دیدن که آو چقدر احتمالاً در موزیک مثلا استعداد داره و نبوغ داره اینا ولی داره خودش از بین میبره. و بعد دن یارو مهاجرت کرد خودش هم از بین نبرد و سعی سالم شد و زندگی کرد و کنسرت میده و میره و میاد و فلان اینا. یکی به نظر بعضی از اون تصویرشون به هم ریخته بود. اما یه چیزی بهت بگم یعنی جزئیاتش چون که ربطه به ماجرا نمیگم ولی شاید در آینده بشه اصلا مبسوط راجبش حرف زده جون تجربیات اون آره یه مقطع 3 ساله من در زندگی بین 24 تا 27 سالگی تجربه شدید و بسیار تلخ و فلان ولی صادقانه هر چی ازش گذشت بسیار بسیار خوشحالم که پیش اومد نه که یعنی اگر توش بوندی نه یعنی خب اگه میموندیم که دیگه خوشحال نبودیم ولی که پیش اومد به خاطری که یک زجرایی رو یک دردایی رو تحمل می‌کنی از لحاظ روحی و جسمی که بعداً خیلی چیزای زندگی برات آسون میشه. بگذاریم که زندگی هزار تا چیز دیگه هم بعداً رو کرد از زجر و درد ولی در مجموع میدونی مثلا آدما برات رنگ آدما برات آدمایی که این تجربیات رو می‌کنن مس می‌کنن علف می‌زنن فلان می‌کنن همه‌شون برای من لختن روحن. یعنی من مثلا یه آدمی تو چشاش نگاه کنم میتونم بفهمم که چیکار کرده یا نکرده فلان و اما و این خب این یه قدرتی به تو میده که احساس خوبی داره تو در مجموع از اینکه این تجربه در زندگی پیش اومد پشیمون نیستم اما خب خدا نکنه برای هیچ کس پیش بیاد. لطفاً تو مدرسه بمونید و درستتون رو بخونید. این به هیچ وجه چیز نیست. من جالبه طرف سیگار دستش رو داره میگه موضوع آخه من نمیگم من کلا نیستم دود و بهش خیلی هم خوبه البته منم واقعا مشروبم الان دقیقاً یک سال و 11 ماه و 14 روز من نکشم از موقعی که من این ویدیو رو کانال شروع کردم گفتم تا 10000 تا نرسید حساب سیگاری برا دست به مشروب نمیذارم خب الان که دیگه رسیده دیگه 300 400 تا مونده که برس. خب از مهاجرت راضی؟ آره کاملا به ویژه موسیقایی بسیار راضی. چطور؟ برای که باعث تجربه شد. برای که ما اگر ایران مونده بودیم اتمنان هنوز درگیر راک و بلوز و این بازی های اینجوری بودیم. ولی بعد باعث شد کلی چیز یاد بگیری اصلا ببیجه اصلا موسیقی جاز رو بشناسی ببیجه. از اون مهمتر مهاجرت باعث فکر به ریشه شد در من. اما علاقه من به رودکی و شعر نمیدونم فلان و به همان همش به خاطر فاصله گرفتن ازش پیش اومد. بگن اگر ایران بودی اتمنان همون همینجور تا اول رو حافظ سعدی قطعه می ساختیم یا خودمون این چهار تا شعر رو بر می نوشتیم یا فلان. مهاجرت باعث شناختن هویت خودت شد. از این نظر من خیلی راضیه. ولی خب بدیهیه که خب مهاجرت دوریه. مهاجرت مثل اون شعره که دوری و رنج فاصله زاده از اون ببر که نوشته بودم یعنی از من ببر زایید سینه فراخ سوخت در آیت ستب. این اشاره به مهاجرت دیگه اشاره به این که از خالی مونده. هنوزم فکر می‌کنی برگردی اذیتت کنن؟ تو این بحث خانوادگیمون هم هست. حالا من نه. میدونی آدم از اذیت شدن نمیترسه، از بلا تکلیفی میترسه. مثلا بری من که از این آدم‌ها نیستم که احتساب قضا کنم یا فلان و امان. در نظرم هر کسی این کارا رو می‌کنه دنبال به ایگوش برمی‌خوره. کلن هر کس احتساب قضا میکنه ایگوش بزرگه به نظر من. حالا بگذاریم این بحث بزرگیه حاشیه درست میکنه. من موافق نیستم ولی حالا ولی از این میترسن که بلا تکلیف باشی مثلا بگن نمیذارن کار کنم طول. نه اتفاقا نه کار نکردنم رو مشکل میکنم چون برم اونجا حتی به فکر این که بیام بیرون مثلا خواننده های دیگه که ایران زندگی میکنن میان بیرون کنسرت میدن
برمیگردم، من حتی اونم نمیخوام، یعنی اصلا بگن آقا ممنوع الخروج کلا فلان، یا من چون براش برنامه دارم که برم ایران چه کار بکنم که زندگیم به چرخه، لازم نیست کنسرت بدی حتما. این بس بود درس بدی چیه کلاس... این بلا تکلیفی چی پس بندازم تو زندان؟ مثلا چه میدونه یه دفعه تو گیر یه قاضی بیفتی یا مثلا بری توی مثلا اوین و بعد دیگه بگم چه سال بالا نیاد. آره نه خوب نه بد نه چی، نه عفو بشی نه نشی نه فلان شی، همینجوری بمونی اون تو. این بده، از این میترسم. وگرنه از این که به نظرم اگر اونجا کسی چهار تا آدم باهوش وجود داشته باشه خودشون میفهمن تفاوت من به عنوان مهاجر رو با بقیه این مهاجرها که فعالیت میکنن و براندازن و فلان و بهمان اینا. مهاجر خاصی هم جرفا نزدی. خب آخریش رو من الان میپرسم دیگه، تو چی میخوای بریم؟ من هم بگم به مرک فکر میکنی؟ به مرک به عنوان این که نگران باشه اصلا اصلا ببین این چیز ترسناکی واسه به نظر من اتفاقا من این صحبت رو تو خونه زیاد میکنیم. اون میکروفون تو من شرمنده تا آره. این صحبت رو یک دو سه 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 بذاری من اینو دوباره بزن. آزاد خانم الان دیگه تمام میشه. ببین این موقعی که ازدواج نکرده بودی میتونستیم بشینیم سالها با هم میرفت. نه میریم بالا ادامه میدیم. مرک چیز ترسناکیه واسه؟ اصلا اصلا تمومه دیگه. آره چون من طبعا نگران دنیای اون برای این حرف هم نیستم، نه که بگم بهش اعتقاد ندارم و بهش فکر نمی کنم. یعنی یه چیزی که حالا وقت پیش اومد، اگر تو دیدی در عالم ارواح داری زیست میکنی و خودت خودآگاهی به اون زیستت، خب هر وقت پیش اومد تجربهش میکنی. ولی به من شک ندارم که سنم زیاده، نمیدونم از کجا میاد این چیز، برای همین هیچ وقت به هیچ بیماری به هیچ چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت. یعنی اینکه دستم یه لحظه سرم درد بگیره فکر کنم آی الان توموره یا فلان، اصلا اینجوری نیست. من اصلا این اینجوری نگاه کردن خیلی نگاه ناسالمیه و اینجوری نیست. و به اندازه کافی هم فعالیت داری، به اندازه کافی حالا مشروب و سیگار و فلان اینا هم کاملا کنترل شده همش، یعنی دیگه بعد از این سالا دیگه دستت اومده که چیکار بکنی با خودت و فلان. و ولی اصلا من میگم برفرض که من دارم میگم شک ندارم سنم زیاده، زد و یه اتفاقی افتاد یا زد و چیز خوب افتاد گفتاد اصلا اهمیتی نداره. این که تو بگی یه نگرانی فقط که راجع به مرگ هست، تو دلم برای آدمایی که دوستم دارن میسوزه که اونا قصه میخورن. فقط باور کن تنها چیزی که این هست اینه بگنم خودم خیلی کول و همه چیز هم مشکل ندارم. آره ولی فکر کردن به مرگ به عنوان یک امر فکری و فلسفی خب زیباست، اما به عنوان یه فکر ناسالم که آی همش منتظر باشی آی مریضی نگیرم آی فلان، نه این اصلا من نیستم و همیشه هم مخالفشم. من این سوال آخرم رو بپرسم بالا اگه شد صحبت کنیم بیشتر که در خدمت هستم. در بوده مرگ رو میخواستم بزنم آخرش باید چون دیگه خیلی تلخ میشه بخواد اونجوری تمامش کنی. جا بزرش کردم با مخاطب، بیا در بوده مخاطب یه خود صحبت. مخاطب بد داشتی تا حالا؟ مخاطبی که مثلا بیاد کنسرتت ولی مثلا متوجه نباشه فقط بخاطر اینکه حالا اومده تجربه کنه مثلا اونجوری. اون آدم ها محترم هم. اصلا مگه همیشه من یه موضوع به ویژه دیگه مگه مثلا چی میگن راجع به اوربیتال های خالی اتم کربن که شعر نمیخونی که مثلا اگه کسی نفهمه تو به نظرت آدم بی فرهنگ بی سوادی بی. نه یه نفر همین که میاد و وقت و هزینه میذاره و بلیت میخره اینا بسیار مثلا خیلی هم منت میذاره خیلی هم برای من محترم. یعنی اینکه آدم خودش اینقدر بالا بگیره که از این جهت بگی مخاطب بعد، نه مخاطب آزار رسونم که اونا معمولا مخاطب نیستن. مثلا اتفاقا برای من همیشه جالبه آدم ها که این بحث ها رو صفحه میکنم، مثلا طرف اومده فوش داده رو صفحه ما و بعد یکی دیگه میگه تو چرا اینجایی اصلا، خب تو که از این رو خوشت نمیاد چرا داری صفحش رو پیگیری میکنی؟ این سوال همیشه برای من هم هست. ولی خب اونم باز آدم انتقالا میذاره به حساب انواع اقسام پیچیدگی های روانی که آدم ها دارن دیگه. یعنی نه که خودم تو زندگیم انجام ندادم، ولی برام قابل درکه که مثلا من دلم میخواسته
عکاس موفقی بشم مثل مثلا محمد خیر. خب بعد دیدم من نشدم ولی صفحهشو پیگیری میکنم که هی بهش فوش بدم. اساس جلسی و ایناست؟ حالا آره اون میتونه باشه، یا اصلا خالی شدن که بعد دیدم آدما فوش بدن راحت میشم، مثلا فکر میکنم من بیام برم روی صفحه فلان اینو بنویسم دیگه. بعضی وقتا دیدم اصلا این اینترنت به آدما لزوم الزام حرف زدن داده، یعنی اینکه تریبون مساوی تقسیم شده برای همگان، آدما انگار که چیز دارن، انگار اگر که از زبونشون استفاده نکنن، از بیانشون استفاده نکنن، انگار باید مالیات بدن. خیلی جالبه، باید بگه یارو مثلا هیچ کس منتظر نظر تو نیست، مثلا راجبه از یکی به علاوه پنج نظر میدن، تا کپی رایت کارهای نامجود نظر میدن، تا عذرخواهی همایون شجریان از گلپا نظر میدن، تا تیم فوتبال فلان همینطور نظر همه نظر. خدا اینجا نوشتم کسایی که در واقع همه چی نظر میدن. آره اینو این تقصیر اون کسایی نیست، آره این تقصیر اون کس، تقصیر خود این پلتفرمه. اینی که ببین حاصل سکولاریزم، حاصل بهتر بگم هیومانیزم، حاصل این برداشتی که انسان از خودش بعد از رنسانس داشت که مرکز جهانه، خب یه سری تبعات خوب داشت، مثل رسیدن به ایده های آزادی، رأی دادن، دموکراسی، تعیین سرنوشت اجتماعی. حالا حداقل ظاهرا خوبن دیگه، حالا بگذاریم درست اجرا میشن نمیشن، ولی اینکه بشر به واسطه دوری از مذهب و دوری از توهمات آسمانی و اینا به این ایده ها رسید، خب خوبه. ولی از طرفی نهایتش چی شد؟ یه زمانی اول این قرن فیلسوفای مثل هایدگر و فلان اینا شروع کردن، مثلا یه مقاله مهمی داره دیگه هایدگر به اسم پرسش از تکنولوژی، یعنی که این شک به تکنولوژی که از همون اول با خود تکنولوژی اومد ادامه پیدا کرد تا برسه به این تریبون آزاد، این پلتفرم‌های ثابت، این فلان، نهایت ایده بیان آزاد و برابر و عدالت در تریبون شد توییتر و فلان بهمان، که حاصلش چی شد؟ حاصلشون دستاوردهای بشر نیست که. از دل اینا که برایندی برنیم، از دل اینا، از دل تز من و آنتی تز شما چه سنتزی رخ میده؟ سنتزی که در این گیاه رخ میده و میره بالا، خود چند تا چیز مخالف هم دیگه است، آب و خاک و نور و اینها با هم دیگه رشد ایجاد. قرار بوده که نفس ذات دیالوگ و نظر نابرابر از دلش یک برایندی در بیاد فراتر از هر دوی اون چیزها. هیچ وقت نشده، بیشتر کینه و حسادت و فحش و بعض وقتا طنز بیمزه و فلان و بهمان. و خب این خودش جای هم ناامیدی داره، هم جای گله‌گذاری داره، جای در واقع نالیدن داره، اینکه بشر نهایت ایده های اومانیستیش رسید به این تریبونایی که دوباره مثل کرم تو هم بلولن، من به شما فحش بدم، شما من فحش بدید، یکی بیاد بگه با هیچ از توش هیچی در نمیاد، عملا هیچ چیز در نمیاد. من با فحش دادن مشکل ندارم، اونو یه جوری مثلا آزادی بیان و اینا میدونم. چیزو کسایی که منو اذیت میکنن وقتی کامنت میذارن، اونایی هستن که هیچ کاری نکردن و به تو میگن که چیکار کنی. بله اونا منو بیشتر اذیت میکنن که مثلا همین طرف... الزام تریبونه. من چون این سفر رو دارم نمیدونم احساس میکنم آقا دیگه یوتیوب... وظیفه‌ای دارم حرف بزنم. آقا چه کار داری تو خودت؟ بقول تو هیچ کاری نکه، چه کار داری نظر میدی آفرین؟ یعنی ببین نشستن اینجا و نظر نوشتن روی موقع تخویی، حالا جاهای دیگه که نشستی خیلی راحته، ولی وقتی که اینو برداری کار انجام بدی میفهمی که چقدر سخته، به ویژه راجع به حرفه فرهنگ و هنر که ما داریم، که یه سری آدم ساینتیست، حالا طرف یه پی اچ دی شیمی داره و فکر میکنه که موزیک خراسان هم از تو بهتر بلده. به نظر من نباید اینجاشو اونجوری میکنه، ببینید که این نظر تو رو خواست اصلا. خیلی جالبه اینجور آدم و حالا باز اون پی اچ دی شیمی حداقل عمرشو تلاش کرده اون پی اچ دی رو یه عده که دیگه هیچی نیست واقعا، صبح تا شب با پول بابا رو گذاشته بانک داره سود 17% میگیره یا اجاره خونه میفته، یعنی مفخوری، هیچی به هیچی، نه یه قضا واسه خودش درست نمیکنه، نشسته پشت کامپیوتر نظر راجع به جهان میده. نه همینه متاسفانه. دو تا دیگه هم بپرسم بریم. بله. یه دونه این که تو همین مخاطبا یه چیزای ویدیوهای الان اومده بالا دوباره، حالا شاید صحبتمون رو دوباره باید انجام بدیم، ولی در مورد ریاکشناس به خواننده ها، بعد یه کسی که مثلا ایرانی هم نمیدونه
همیشه هم تو اون تامنیلش و اینا اصلا ممر درآمده. اون رو خواننده سیاه‌پوست نشسته زلف گوش میده و واو میکنه، اون برای که ما بریم نگاش کنیم. مثلا نه زلف بلده، نه اصلا علاقه به نامجو داره، نه اصلا دیدگاهی در مورد اصلا دانشی در مورد موسیقی داره. آره ریاکشن یه شغل جدید دیگه، یه بخشی از یوتیوبر بودنه دیگه. آره اتفاقا یادمه که اون اولا که در اومده بود یه عده برای من میفرستادن، ذوق کرده بودن که آه بین‌المللی شدیم. اصلا اینجوری نیست، ربطی به بین‌المللی شدن نداره. طرف اصلا هیچی از زبان فارسی که هیچی، اصلا هیچی از ایران نمیدونه، اصلا کر نمیکنه فلان. میره یه چیزی رو که میره ویوش رفته بالا رو گیر میاره، حالا طرف دو تا نوت یا من بالا خوندم یا اون یکی خواننده بالا خونده، اون نوت رو دوباره واو واو میکنه که مثلا ریاکشن دیگه. و اینم شغلیه برای خودش. بعد توی موسیقی های بعد، این دیگه سوال آخرمه، توی موسیقی بعد خیلی موسیقی بد زیاده مثلا، خیلی صدای بد زیاده، یعنی همه چیزش، یعنی واقعا من نمیدونم آدما چجوری گوش میدن. ببین من مثلا یه کسایی، حالا من نه بالاخره کسایی که من اوکی میرم اون کسی که بهترین رو پیدا میکنم تو آواز شجریان سنتی واسه من، میرم شجریانی ها رو فقط گوش میدم بهش. خب تو میدم ستار آقای علیزاده رو گوش میدم، آقای مسعود شعاری رو گوش میدم، خب آقای کلهو رو گوش میدم. اینا که خدایان هم آره، یعنی اصلا یه جایی. بعد دیگه اون کسایی که پایین تر ها نمیتونم گوش میدم. از اون به بعدش یه کسایی هست که بابا منی که هیچ چیز در مورد موسیقی نمیفهمم میدونم که فالش داره میخونه طرف. وظیفه شخصی شما اینجا و وظیفه من مخاطب چیه اینجا؟ چه جوری میشه اینو تغییرش داد که آدما بفهمن که بابا یه چیزی رو تو همون ویدیو گفته بودی، همون اول که اون فیلم اومده بود گفته بودی که مردم ما هیچ گوش نکردن، هیچ چیز خوب ندیدن، هیچ چیز خوب نخوردن. چه کار باید کرد اینو تو خدا واسه اول کاری آخر. من نباید ناامیدانه اینجا حرف بزنم، ولی صادقانه اینه که ریشه رو زده. تلفیق نامیمون نامبارک دو تا امره، یکیش یک حکومت گانگستر بی سواد اختلاس کنه شهروند اروپا آمریکایی رو اسیر کنی که بخواد باهاش پول نفتش رو زنده کنه، و یعنی دزد، یه سری دزد قاتل که هر بلایی سر فرهنگ و اینا. اینا خب این آدم ها بسن تو چه میدونن بابا، یارو رئیس جمهورمون به پروپاگاندا میگه پرپکانی. خب مثلا یه همچین انسانی قرار نیست از این یه خط کتاب فارسی خونده باشه، چه برسه بخواد حالا چهار تا مطلب سیاسی یا علوم انسانی بدونه. خب تو از این بگی، این یه بخش قضیه، بخش دیگه‌اش این تریبون برابری که سوشال مدیا داد، تلفیق نامیمونه امر تکنولوژیک پیشرفته غربی با یک حکومت رزل مذهبی عقب مونده گنگستر دزد خلافکار. این شرایط رو ساخته، یعنی مردم بیچاره واقعا خیلی شاید بگم ایدهات نزدیک به ایده های چپ میشه تو بگی مثلا من به ایژوکیشن معتقدم، به آموزش بدم، ولی خب واقعا تاثیر داره. تو شما مثلا این بچه هایی که میرن دبستان به جایی که سر صف شروع کنن لم یلد و لم یولد، این حروف و کلمات دیگه برای بچه های دهه 90 ابسترس اصلا عجیب غریبه. دیدی یه ویدئوهای در میاد بچه ها بلد نیستن خنده داره؟ حق دارن. مثلا به جای این حالا شجریان نه، یه موزیک پاپ درست مثلا براشون سر صف هر روز صبح. آقا مثلا بچه ها که میرن مدرسه سر صف 5 دقیقه یه شوپن گوش کنن برن سر کلاس، همون میدونی چقدر انسان سازه چقدر. خب نداریم دیگه، هیچ وقت این نبوده. شخصی من چیکار باید بکنم که مقابله کنم باهاش؟ من خودم هم فکر میکنم حالا در محیط خونم که خوشبختانه محیط امنیه، ولی اگرم یه زمانی فرض کن به جمع ما کسی هم اضافه شه، من احتمالا نمیدونم، من مثلا به اون بچه هم میتونم بگم که آقا اینه دیگه، خودش حالا انتخاب کنه، که حتی اونم سخته، ولی هر کسی از خودش شروع کنه دیگه، هر کسی محیط دور برای خودش رو سعی کنه چیز کنه. اصلا ایده این نیست، این اشتباهی که بعضی آدم‌ها فهم کنن که اینستاگرام رو ببند برو بشین تو کتابخونه کتاب بخون. نه، تعادل در هر امری میشه تعادل رو رعایت کرد. خود من بعضی وقتا به خدا در هفته پیش میاد مثلا یه 10 دقیقه 20 دقیقه خودم که صفحه منفی اینستاگرام اینا ندارم، ولی میرم این چیزای طنز و موبایل آرادر میگیرم میشینم نگاه میکنم میخندم، مثلا یه ویدیوهای طنزی که حالا ایرانی غیر ایرانی، یعنی
خوبه این، یعنی این مثلا برای فرح و شادی و فلان اینا جالبه. چون من واقعا طنز و کمدی نیازم، قضامه مثلا. و هنوز که همیشه بعضی وقتا من ساعت خوشا رو بعضی وقتا پیش میاد مثلا دوباره بشینم ببینم مثلا رضا عطاران و فلان. ولی تعادل داشته باشی در این حال، در کنار اون چهار تا چیز محتوای جدی‌تر رو هم پیگیری بکنی. علاقه اصلا هیچ کس و همه هم ببین این میگم بازم این پلتفرم‌های ثابت و این تریبونی که به همه داده شده آدما رو توهم فضیلت داده به همه. همه فکر میکنن صاحب نظرم. هیچ وقت هم با خودشون مرور نمیکنن که آقا تو مگه راجع به قوانین کپی رایت چه در جمهوری اسلامی که مملکت امام زمانه، چه در آمریکا چیزی میدونی که داری همینجوری نظر میدی فلانی کاروشو کپی که آقا چی میگی راجع به چی بلدی؟ تو توی این مملکت کار هر ملودی رو از هر موزیسیانی برداری 25% سهم فروشت میره به اون. همین خیلی هم یارو منیجرش بهت ایمیل هم میزنه تشکرام میکنه که دمش گرم چه اینسپایرشن جالبی فلان اینا، ولی ما چون دزدیم خودمون دزدی کرد فلان کرد و همان که میدونی همه راجع به همه چی نظر دارن و فلان. و بعد خب همین ملتن دیگه. اون چی بود اون راجع به اینکه مرد همین ویدیو که داکومنتری بکامو میدیدم که بیچاره سر یه اشتباه لحظه‌ای هیجان فوتبال تو جام جهانی خطا میشه روش، اون دیگو سیمون خطا میکنه، اون داشته بقا بقا میفته یه لحظه پاشی میره بالا رو میخوره زمین. خب این باعث میشه ایشون اخراج میشه از زمین، تیم انگلیس میشه 10 نفره و انگلیس از جام جهانی حذف میشه. 2 سال 3 سال همون مردم که حلوا حلواش میکردن زندگیشو سیاه میکنه. مثلا بدبخ از هیچ از هستی ساقطش میکنن بیچاره. چقدر من ازش خوشم اومد از دیوید بکام بعد از اون ویدیو. یعنی چقدر آدم، یعنی به هیچ عنوان به نظر میاد آدم عمیقی، یعنی اصلا آدم جوگیری نیست با توجه به این همه پول و امکانات و چیزی که داره. آدمی که حواسش به زیبایی های زندگی بود. خیلی خیلی من باش حال کردم و ببین چه بلایی سرش اومد. حالا دیگه ما که دیگه اصلا عدد این عادت به شما نگفتم، ولی اول این ویدیو با یه مد شروع میشه که لطفاً این ویدیو رو کاتش نکنید، 5 ثانیه باشه، 10 ثانیه، هر چند ثانیه باشه لطفاً بذارید رو همین اکانت یوتیوبی دیده بشه. اگه میخواید لینک بدید بهش، ولی لطفاً کاتش نکنید، چون این مکافات رو من با آقای ویدیوهای فیروز نادری داشتم و کلی اصلا از بعضی اکانت ها بود، از خود اکانت خودم بیشتر ویو خورده بود. خود اون فایل صوتی بنده که خود اون کار جرم بود و هیچ کس به این جرم اشاره نکرد. اگر میخواید چیز بکنی حرفای طرفو بدون اجازه خودش پخش بکنه، حداقل همه‌شو پخش کن، نه که کاتش بکنه. حالا خواهشاً کات نکنید، خواهشاً رو همینجا ببینید، ممنون میشم. این واقعاً یه میزانیه که ببینیم که چه واقعاً این مخاطبا می‌بینی. امیدوارم با اخلاق هممون بمونیم و هزینه شده، زمان گذاشته شده، این همه ما چند ماه الان داریم صحبت می‌کنیم، چند هفته است داریم صحبت می‌کنیم که این اتفاق بیفته. یه آدمی رفت، آدمی که توی اتاق خواب زندگی قبلی من یه دوست، یعنی مهمان ما بود، تو اتاق خواب ما خوابیده بود، یعنی اینقدر نزدیک، رفت من از هستی ساقط کرد با 3-4 تا توییت و افشاگری و فلان تو اون روزا. بله. و 7 ماه بعدش به من یه محسن جان من عذرخواهی میکنم. اونا چت بود، من 2 قطبی‌ام. همین راحت. خب از 2 قطبی خب برو پیش روانکاو. خب مثلا خب چطور زندگی من چیکار، چطور من هزینه و وقت میذارم برای مشاوره گرفتن و فلان. خب تو هم بذار تو که وضعیت از ما هم بهتره. و آدما اینن دیگه، آدمای روزگار ما اینن. چاکریم، مخلص، دمت گرم. خیلی ممنون که، امیدوارم که خوب بوده باشه، امیدوارم که سوالی اگه بوده باشه تو ذهن کسی جواب داده باشه. مخلصم. حالا اگه خواستی ساز، اگه خواستیم آره الان می سازون میذارم خودت، میتونیم بالا بزنیم جلوی کتاب. آره مخلصی. کار دیگه من هستم در خدمت شما. ببخشید از من، امیدوارم نگران نباشید، ناراحت نباشید. خیلی خوب بودم اچ. جسارت منو ببخش، واسه سوال فقط واسه حقیقته واقعا. من چیز دیگه نیست. به خدا ما اصلا هیچ چیزی هم با هم دیگه تا
تو اومدی اینا رو خودت با مخاطب تو سو اومدی من از قطار برداشتی اسکار قطار موسم اومدی یه جای زندگی که اصلا خیلی از شهر دور اومدی وسط جنگل ولی چیزه ولی جا بسیار زیبا هیچیش هم لازم نیست به نظرم لازم نیست کات بکنی یا نه نه کات چیزی نداره توش آره اون من کاتم میکنم فقط واسه اینی که ذهنن فکر میکنم که مخاطب اینجا داره خسته میشه که مثلا موسیقی لاش میذارم یه جای دیگه نشون میده حالا واسه کات کردن این که اتفاقی بخواد تو ادیت بیفته آره. اینا اصلا نیست حالا آره من حد میزنم آخر این ویدیو شاید احتمالاً یه تیکه ساز زدن باشه ولی اگر اینجایی که داریم صحبت میکنیم بخوام اگر اجازه بدی یه چیز فقط اضافه کنم اینه که من اینو تو کنسرت هم هر بار گفتم اونی که تو مطمئن بشم اینام کار میکنه حالا من بعد از ماجراها و حاشیه‌هایی که 3 سال پیش برام پیش اومد الان خیلی بیشتر دستبوس مخاطبم هستم و خیلی بیشتر قدرشون رو میدونم و میدونم آدمایی که علارغم همه این حاشیه‌ها دوباره هنوز به موزیک من گوش میکنن اینها آدمایی هستند که یا خالی از قضاوتن یا بخشش درشون بالاست به هر حال از این چیزا گذشتن و من هم می‌خواستم قدردانی خودم رو نسبت به تک تکشون اینجا در تیلیبون تو بگم قربونت آره چاکریم قربونت برم مخلص شما مرسی مخلص این در آلبوم بعدی ما که اسمش از اولا منتشر میشه منتها من با ستار میزنم امیدوارم شعر شادم نره بشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری نیست یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری نیست بکرمنده سر زلفت من افتادم و بس که به هر حلقه مویی گرفتاری نیست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گوابی به دهت کاری است من خام تم عشق تو میورزم و بس که چو من سوخته در خیل تو بسیاری چشمان ما همیشه تر است برگ چشمان ما همیشه تر عشق تو میورزم و بس
چشمان ما همیشه تر است، برگ 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 چشمان ما همیشه تر است، همیشه تر است، همیشه تر است، همیشه تر است. شعر هم از سعدی بود. مخلص. خیلی عالی. من چیزی نگفتم که آخرش بشه کات کرد. آره. به اسکایپ. نه 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 میدونم.